درود و عرض و ادب خدمت تک تک شما عزیزانی که صدای ما را از کانال یوتیوب ما شنوا هستین. دوستان عزیز، قسمت دوم برنامه آیا اسلام خوبی دارد را شما شنوا هستین و شروع میکنیم از صحبت های کاوشجان، همون صحبت هایی که در قسمت اول در بخش اول صحبت هایشان رو تمام کرده بودن. پس صحبت های کاوشجان شروع میکنیم برنامه را. امید که برنامه قابل پسند شما باشه و میریم برنامه را ادامه میدین. خب اجازه نمیدم دوستان عزیز ما تا من منابع را برشان معرفی کنم. بلبل و توتی، ببینین، یه خودش مغلطه یه تعرض به شخصیت انسان هست، عمله شخصی است که شما میایین والا چند چیز را حفظ کردین مانند بلبل و توتی. یعنی چی عزیز من؟ کتاب روزت المتقین از شیخ کلینی که یکی از بزرگترین گنده ترین عالمای اهل تشیع است، در جلد اشتام صفحه 106 گفته زنان شرمگاه هستند، زنان عورت هستند. یه منبع محمد پیامبر بزرگوار اسلام در کتاب نهج الفصاحه فرموده. چی گفته در مورد زن مسلمان؟ در مورد زن خودش چی گفته؟ خب الان من برای شما میخوانم، شما کتاب نهج الفصاحه را باز کنین و ببینین که چی گفته محمد در مورد زنان که شما میگین اینجا گفته به والدین احترام کنین. یعنی محمد پیرو الله نبوده، پس چون به زنان بارها توهین کرده، بارها و بارها توهین کرده و اونها را چی کرده؟ بگذاریم بخوانم براتون. کتاب نهج الفصاحه صفحه 4639 روایت 2294، گروهی از کسان که امورات خود را به دست زنان میسپارند هرگز رستگار نمیشوند. بفرمایید آلمان چند هزار مرد مسلمان مهاجر دارین؟ چند میلیون؟ یک مثلا. و در مورد اینکه زنان را در خانه لخت نگه دارید، فرض کنید این هم حرف محمد است. کتاب نهج الفصاحه باز هم اهانت پیامبر اسلام شما به زنان در صفحه 220 روایت 343 با ترجمه فارسی گفته که زنان را بی لباس بگذارید تا در خانه ها بمانند و بیرون نروند. ارزش زن نزد محمد چه مادرش بود، چه همسرش بود، چه دخترش بود، عورت بود و عورتی که باید به اندازه ای را تحریمش کنی که لباس برش نتی، چون در خانه باید مثل بلبل قرار گرفته. شما که مرا بلبل گفتین، اما محمد به زنان بلبل میگه که برش غذا میتی، سکس میکنی و نفقه میتی و مزد میتی. اصلا شما در مورد احترام زن، آخرین حرفم، اصلا در مورد احترام زن که نباید مسلمان صحبت کنه، حداقلش نباید صحبت کنه، چون اگر صحبت کنه که میدونیم خودش کار خودش را خرابتر هم میسازه. شما با یک تا واژه قرآن که گفته اجورهن نه پاسخ نداری. 1400 سال شد مزد زن ربط نفقه بده امرش سکس کو. ارزش زن، خب مادر ما پس باید چنین باشه، خواهر ما، دختر ما و تمام زنان. وقتی قرآن شما میگه زن را مزد بده و اختیارش کو، ازش چی بگی؟ لذت ببر، کامگیری کو. بعد شما میگین که اسلام گفته با والدینتون احترام کنین، مگر مادر ما زن نیست؟ پس لطفا اگر رفرنس میتین، آیت میتین، بخونین. ما در مورد خشونت علیه زنان و توهین برای زنان از کتب شیعه زیادتر از 4000 تا روایت دارم که اینا تمامی ندارن. روایت های وحشتناکه که کاملا وقتی شما اون رو بشنوین باورتان نمیشه که امام صادق یا علی یا محمد چون این چیزایی رو بیان کرده باشه. پس لطفا در مورد احترام به زن در اسلام نگویید. از شما خواهش میکنم که زن در اسلام در سوره آل عمران آیه 14 کالا هست، بخر بفروش. حتی قصاصش، زن را وقتی میکشی خودت زن نداری، همسر نداری، پول میدی بجایش، خرید و فروش میشه زن در بازار گرم شما مسلمانان عزیز. قرائت شما از اسلام برای من هیچ مهم نیست، اسلام خودش قرائت خودش را داره. قرآن برای شما گفته که من خودم خود قرائت میکنم، من خودم بیانگر خودم هستم. الله گفته من قرآن را جمع آوری میکنم. نه عثمانی، نه شما، نه قرائت کجندیشان دینی یا روشنگرانی که به نام روشنگران دینی هستن و نه هم قرائت آخوند و ملا. قرائت الله کافی است. قرآن نیاز به تفسیر و قرائت شما ندارد، دیدگاه شما برای خودتان، اما دیدگاه الله را ما به دوستان میخوان. سپاس پویا جان، حرف من تمام. سپاس کاوشان. با اجازه تمام دوستان، من میخوایم اگر اجازه دوستانی که تا صحبت نکردن با آقای سجادی
یک چند دقیقه صحبت کنند، چون ایشان مخالف دیدگاه ما هستند. و من یک نکته را میخواستم یاد کنم پیش از اینکه ایشان صحبت کنند. ایشان یک آیه را گفتند، گفتند که در قرآن آمده که بر پدر و مادر خود احترام بگذارین. خب اگر عرب 1400 سال پیش به مادر و پدر خود احترام نمیگذاشتند، اگر محمد پیش از پیغمبر شدنش مادر خود کتک میزده، خوی به ما چی ربط داره؟ برای مردم آریایی چی ربط داره؟ اگر دختران خود زنده به گور میکردن، به ما چی ربط داره؟ ما چرا بیم اسلام رو بپذیریم؟ ما که مادران خود کتک نمیزدیم. آیا توی مسلمانی که اگر امروز دین و قرآن از پیشت بگیرن، آیا بالای مادرت حمله میکنی؟ آیا مادرت کتک میزنی؟ آیا به احترامی میکنی به مادر و پدرت؟ این چی رب داره؟ اخلاقیات چی رب داره به دین؟ آیا شما میگین که اخلاقیات از دین آموختین؟ پس کودک همسری چیست؟ تجاوز محمد سر دخترش 9 ساله چی است؟ پیامبر اسلام بالای دختر 9 ساله تجاوز جنسی کرده به نام عایشه ام المؤمنینتان. آیا دختر 9 ساله میتونه تصمیم از این را بگیره که همبستر شود با یک مرد 53 ساله؟ کدام دختر 9 ساله میتونه این تصمیم را بگیره؟ آیا خبر داشت عایشه که شب زفاف با او چی میگذره؟ آقای سجادی را بشنویم. سپاس. عرض کنم که من ابتدا در رابطه با فرمایش شما دو نکته عرض کنم، بعد میرم سراغ جناب آقای کاوش. شما فرمودین که این که پیامبر فرموده که بر والدینتون احترام بگذارین، ببینین این که پیامبر این رو در کجا فرموده این مهم است. در آیه آمده که ولا تشرک بالله و بالوالدین احسانا، یعنی در عین حالی که شما نباید، توحید در اسلام میدونیم که چقدر مهم است، شما در عین حالی که به خدا نباید شرک بورزین، بیاین به والدینم احترام بگذارین. یعنی این که مقام والدین یک مقام ارجمند است، یک مقام والا هست. متوجه هستین؟ یک مقام والا هست. این رو باید آقای سجادی، من متوجه نیستم، معذرت که من مایک باز کردم. اگر والدین شما کافر باشن، مسلمان نباشن، ای احترام برای از او نیست. ای تنها احترام برای والدین مسلمان است. عزیز دل بفرمایید. این قدر مشترک فرمایش شما و جناب آقای کاوش است که ایشون فرموده که والدینتون رو دوست نگیرین. ببینین اصلا احترام با دوستی دو تا چیزی جداگانه است. ما باید ببینین، من دنبال حقیقتم، شما اگر میخواین مغالطه بکنین یک چیز دیگه است. من میخوام ثابت بکنم که احترام یک چیز است و دوستی چیز دیگر. شما آدمهای زیادی را مکلف هستین که با احترام با اونها برخورد بکنین، ولی ممکن اونها دوست شما نباشد. پیامبر در اونجا با ظرافت آمده که به والدینتون احسان بکنین. اولا که این به والدین احسان بکنین دوست من مطلق است، مقید نیست، نگفته که مسلمان یا غیر مسلمان. اما در جایی که شما میفرمایین که کافر شبه و اونا رو به دوست نگیرین، اینه که دوستی وجود نداره، نه اینکه بی احترامی بکنین. یعنی حتی در اونجا هم باید احترام کرد و احترام از بین نمی رود. متوجه هستین؟ پس بنابر این در مقام مواجهه با والدین به هیچ وجه، چه مسلمان باشد چه نامسلمان باشد، احترام والدین واجب است. اما در مورد دوستی، بله، کسی که مسلمان نیست، کسی که به خدا شرک می‌ورزد، شما او دوست شما نیست. در مورد این که شما می‌فرمایید که در یک مسلمان نباید در رابطه با کرامت زن صحبت بکنه، بله، ما طالبان داریم، بوکو حرام داریم، داعش داریم، ولی وقت شما سراغ قرآن برید، اینجا به کرامت انسان اشاره شده. دوست من، کرامت انسان زن و مرد نداره. این که دیگران چه قرائت داره، ما او به ما ربطی نداره، ولی ما وقتی که سراغ قرآن میریم این چیزا وجود داره. دوست ما جناب آقای کاوش عزیز فرمودن که در واقع روایت کلینی چیست. کلینی هم یک نفر است، من هم یک نفر. ما ملاک داریم که هر روایتی، هر حدیثی که با قرآن معارض باشد، فضربوه علال جدار، به دیوار بکوبید. او چیزی که برای ما خط قرمز است، اون قرآن هست
که البته قرآن تفسیر بردار است، نه روایت. کلینی رو کی گفتم مقدس چه معصوم است؟ کلینی رو کی گفته اشتباه نمیکنه؟ روایات و احادیث مجهول کی گفته در واقع همش درسته؟ کتابای حدیثی شیعه و اهل سنت چیرم تو احادیثتون کس شعر نگو بینیم بابا. یه منطقی من نمیفهم کی از کجا است، کدام چوپان است. بفرمایید شما ادامه بدین. خب بعد پس بنابراین ما وقتی که ملاک ما قرآن باشه میتوانیم از قرآن در واقع آیات را استنباط بکنیم و بیاریم که به معنای واقعی به زن کرامت و شرافت داده، در موقعی که حتی در شیعه عربستان زنان را دختران را با یک دید حقارت آمیزی به اونها نگاه میکردن. حتی می الان در افغانستان خود ما ببین در جاهایی هستن که حتی دختران را الان هم در مشقی میفروشن یا با نگاه بسیار تحقیرآمیزی به اونها نگاه میکنن. این از این. اما جناب کاوش در رابطه با عدالت صحبت نکردن، در رابطه با اون شهادت مبتنی بر عدالت که حتی اگر دشمن شما باشه از عدالت تجاوز بکنین، اینها را پاسخ ندادن و فرمودن که پیامبر به مادرش بی احترامی کرده. باز هم شما به یک روایتی ضعیف و سندی مجهول اشاره کردین که هیچ قابل استناد نیست و هیچ ارزشی ندارد. دوست من، در واقع پیامبر نمونه کامل اخلاق بوده، خودش را اینگونه معرفی کرده. به هیچ وجه ما در قرآن چنین چیزی نداریم، اگر روایاتی وجود داره او روایات به ما ربطی نداره. اینی که باز همینجا صبر کنین، همینجا صبر کنین، روایات نمیریم داخل قرآن میرین آقای سجادی، داخل قرآن میریم، بر روایات نمیریم. شما میگین که پیامبر نمونه اخلاق است، در کدام آیه گفتن؟ بفرمایید آقای سجادی. آدرس چه بتین عربی من نمیفهمم عزیز. آدرس میگه من اصلا مهم نیست که من، که در واقع مهم قرآن از شما آمده چهار خب درست من میگم درباره بله این صحبتی که شما کردین که محمد ای در کدام آیه قرآن آمده، ایره شما از کجا آوردین خودتان؟ نه امیر قبول داری یا نه؟ مایر قبول ندارم، نه، به مخاطر ما از پیشتان آدرس میخوایم که ببینم، بررسی کنم، چک کنم که صحبتی که شما میکنین آیا واقعیت داره یا که نه از دل خودت میگوین. ببین ما براتون آیه قرآن میارم که محمد مایه فساد بوده. من میگم که خواه امید شما به اول بیا ببین شما داره اینجا مناظره میکنه، اگر مناظره بکنی من هم نه صحبت های شما ببینید آقای سجادی، آقای سجادی 318 نفر در روم هستن، 318 نفر به این خاطر نامدن که صحبت های شما که بدون منبع باشه، هیچ منبعی نداشته باشه بشنون. اگر شما صحبت میکنین باید شما آدرس بدین که در کدام آیه قرآن است همین صحبتتان. سوره قلم آیه 4. آقای فیصل مایکتان رو باز نکنین دوست عزیز، ما براتان آیه میارم که محمد تجاوزگر بوده، تجاوز جنسی کرده با زن. با شماستم آقای سجادی، نمیخواین صحبت کنین دیگه؟ خب رادمردم بشنویم. رادمرد عزیز یک لحظه سجادی بزرگوار، یک مغلطه را ما میخواهیم معرفی کنم و این مغلطه را تمثیلش کنم با دوستان، که دوستان این مغلطه را با این مغلطه هم آشنا شوند و با این مغلطه ای که آقای سجادی کردم چنان آشنا شوند. ما داریم مغلطه ای به نام مغلطه نفی اسناد. یعنی چی؟ یعنی ما میایم سندی را به طرف و مخاطب خودم مطرح میکنیم، مخاطب فقط نفی میکنه، میگه نه من قبول ندارم. ایشان فرمودند که شما به من گفت شما فرمودید که گویا محمد بیان کرده که وقتی من تولد شدم از آلت تناسلی آمنه نوری برآمد که تا کاخهای شام طلوع کرد. گفتن سند شما ضعیف است. بسیار خوب، ما در علم رجال که خودشان علم رجال دارن، سند را وقتی ضعیف میکنیم میگویم که سلسله راویانش را بدانیم، در غیر از اون ما نمیتونیم بگیم سند ضعیف است. از سلسله راویانش ما میگذرم. فقط آقای سجاد شمایی که گفتین این حدیث ضعیف است، بگوین که در کدام کتاب این حدیث آمده. بفرمایید همین جواب را برای ما بدین بسیار کوتاه، در کدام کتاب آمده این حدیث؟
ببین دوست من، دوست آقای کوروش، این روایت چون یک روایت مجهول و مبتنی بر قباحت اصلا قابل استناد نیست. اصلا نمیخوام به شما که وقتی مسلمان گوگلی هستی دیگه وقتی مردم نگید. سپاس شما آقای سلیم، سپاس شما. ببینید، ببینید وقت شما یک آیه را، یک حدیث را وقتی که شما میگین ضعیف است، شما باید بروی اجازه بدین. اجازه بدین که این مسلمان ها پایان نه صحبت کردی دیگه، چی اجازه بدیمت؟ یک لحظه صبر کن. ما میخواییم یک چیز به خاطر کنترل روم بگویم. من بالا مدراتور هستم عزیز برادر، لطفاً لطفاً رادمر جان، پویا جان، خودم میدراک کسی را بالا نمیرسه اونجا، نیارین کسی را بالا فعلا. چی نیاز است؟ بگذارین که دوستان صحبت کنن. ما در چدروم هی دارم میگم که نیارین فعلا کسی را بالا. همین که دستم میبینین بالا میارینش، خب بی‌نظمی ایجاد میشه، میان صدای فیلمای پرن را میمونن اینجا. لطفاً این موضوع را مد نظر بگیرین، چون دوستانی که در پایان هستن اینا اومدین چیزایی را یاد بگیرن، نه صدای فیلم پرن را بشنون. اگر بخواین صدای فیلم پرن را بشنون، سایتای زیادی ما داریم، میتونن برن اونجا سرچ. اما در مورد شما آقای سجاده عزیز، مغلطه‌تون را براتون معرفی کردم نکردم؟ کردم. خب نه بده شما، ببین شما به چیزی مرا صبر میکنی یا نمیکنی عزیز من؟ یک لحظه صبر کو، صبور باش. ببین مغلطه‌ت را بالای خودت یک بار دیگر تمثیل کردم، مغلطه را با دوستان تعریف کردم، اسم کتاب را نمیدونی، حدیث را ضعیف میگی. نگذار که دینت باعث حدیث شود تو دروغ بگویی. اگر دینت دین رحمت است، تو را دروغگو حداقل نسازم. نگذار که به خاطر دینت مجبور شوی با دروغ با مغلطه متوسل شوی. ما با خودت دیالوگ ندارم عزیزم، ما با خودت مناظره ندارم. ما اینجا روم مناظره نگرفتیم، ما مناظره با آخوند میکنم. اگر امامه بر سر داری و لباس آخوندی داری، اینستاگرام مرا فالو کن، دایرکت بده مامورت گفتگو کنم. در غیر از اون ما با تو مناظره ندارم. فقط مواردی را که مطرح کردی خواستم من حیث یک تحلیلگر بسیار کوچک این گروه توضیح بدم. از پویا جان میخوایم که با دوستان بعدی وقت بدن، چون واقعا عادلانه نیست که یک نفر بیاید 4 دوره براش وقت داده شوه، مغلطه هم بکنه. و در مورد این که ما آخرین موضوع را میخوایم بگیم، ببین عزیز من، وقتی میگیم که پیامبر در قرآن برای شما گفته که من عداوت و دشمنی و بغض همیشگی را بین شما و کفار ایجاد کردم، سوره ممتحنه آیه 4 را بخون عزیز برادر. اگر مادرت هم کافر باشه، دشمنی و بغض دائمی امرای مادرت باید داشته باشی، احترام کردن دشمن ناممکن است. سپاسگزاری میکنم پویا جان، لطفا بگذارین از این مسئله. من نمیخوام اینجا مغالطات را به دوستان تعریف کنم، ایشان نمیدونن در مورد 30 ثانیه اجازه میدین؟ 30 ثانیه. نه خیر بس است دیگه آقای سجاد، شما حدیث رو میخوام بگین سند بیارید. خود استناد کردم، من که استناد نکردم به او، من که استناد نکردم به او، من شما گفتین که ضعیف است آقای سجاد. شما دو تا آیه قرآن که سپاس از شما آقای سجادی، شما گفتین حدیث ضعیف است. اگر شما گفتین حدیث ضعیف است، باید سند برین که چی ضعیفی داره حدیث. سپاس از شما فیصل. انشان میبینم مایکت عزیز فیصل، زیاد وقت است که منتظر است، اگه اجازه بدی فیصل صحبت کنه، چون ایشان هم دوست مسلمان هستن، بشنویم از فیصل جان. بله پویا عزیز، صدای ما درست؟ بله بله میشنوم عزیز، بفرمایید. صدا درست است؟ فعلا درست است، بفرمایید. درست، من میخواستم در مورد این موضوع شما صحبت کنم، یک چند موضوع رو بسار فیصل جان اگر لطف کنی عزیز دل، تاپیک بالا رو بی بی درباره تاپیک صحبت کن. در مورد تاپیک صحبت کنم. سپاس. در مورد تاپیک گفته که اسلام های خوبی داره یعنی و سی خوبیش نام برین. چند قبل شما یک چیز را پست کرده بودین در مورد لعنت کوب زنا، در مورد از هم میشه صحبت کنیم و باز میایم سر سه خوبیش. اولی که امی آیه که لعنت کوب زنا امر شده، سوره 4 آیه 34 اولاتی تخافون زهان ما. امیر میخواستم اول یک تشریح کنم، بعد از او بسیار کوتاه. وی که باید این مفهوم ما باید فهمیم، مفهوم باید درست فهمیده شد پوری عزیز. اینجا نشوزهانه کلمه است که با زنای بکار میره که ما اجازه بودی چند لفعه گرد بزنیم.
پرم شدن خب بگوشم. فیصل جان مایک تا ببند عزیز، دوستان دیگه صحبت کنن، بعدا کار وقت وقت داشتی باز برات وقت میتیم. انوش جان شما مایک زده بودین، بشنویم شما را عزیز. درود عزیز، ممنون که وقت دادیم، ولی دوستی ما رفت، نمی آقای سجادی را که روما با گرفتون گرفته بود. ببین این مسلمان ها یک تکنیک خیلی جالب دارن و از همون منطق جدل یوزوی استفاده میکنن، خصوصا شیعه. یکی هر چی را بگوی، اول یاد وقتی اگر بحثی تعداد نفوس اسلام شود میگه 1 میلیارد نمیفهم چقدر مسلمان ما داریم، و وقتی بگوی که خب اسلام واقعی را نشون میگه نه، ایران مسلمان نیست، پاکستان مسلمان نیست، عربستان، پس کجا است؟ کدام از این مسلمان است؟ یا بینی رقم بحث میکنم با تو. اما قضیه ملا نصرالدین میشه که یک دانشمندی بوده که خیلی خیلی میفهمیده، هیچ کسی نمیتونه باهاش درگیر شود، ولی ملا نصرالدین گفتم مایر شکست دادن، گفتن چطور؟ گفته هر چی گفت قبول نکردم، هر چی گفت قبول یا نمیتون میکنم. ببین اینجا خودش اصلا خبر نیست، یک آیت ازش پرسان کردین رفت دنبال گوگل و منتظر، یعنی چند بار سرش صدا زدین، بیشتر از این مسلمانای گوگلیستن و اصلا هیچ چی نمیدونن. یعنی آیتی که خودشان میان دوباره از حرف میزنن و وقت پرسانش کنی کدام آیت است در کدام سوره است نمیفهمن، اصلا فقط یک جورا یا بس میکنن، کاری میکنن که فقط مسیر بس بچرخونن، از مسیر بس عوض کنن ببرن یک طرف دیگه. ما دوستی ما کاش که اینجا می بود، اصلا چیزایی که میگه فکر میکنه که پیش از محمد هیچ وجود نداشت، پیش از محمد مردم اصلا مادر و پدر خود احترام نمیکردن، فکر میکنه اخلاق فقط محمد آورده، در حالی که محمد بری از نماز و روزه و هر چی گرفته هیچ چیزی به اضافه نیاورده، تمامی از قبل از اسلام به نوی بوده. من فقط این کامنت کوتاه را داشتم، کاش می بود خودش. سپاس از شما فیصل جان، هر وقت وقت کردی مایک بزن، برات وقت میدیم. وهمنه عزیز از شما بشنویم، مایک خدمت شما. درود بر جمعی دوستان. آقا ما که خیلی لذت بردیم از این بحثتون، ولی ما سرتیترتون این بود که آیا اسلام خوبی داشت. این موضوع دو قسمته، یکی این که آیا اسلام برای اسلام خوبی داشت یا اسلام برای غیر مسلمان خوبی داشت. که از این بگذاریم، اگر به تاریخ اسلام قبل از اسلام نگاه کنیم میبینیم که بیشتر قبایل بودن و بیشترشون جنگجو بودن. تنها حسنی که محمد و اسلام داشتش این بود که این قبایل جنگجو رو با هم دیگه اتحاد کردش، یعنی به جز اون دیگه هیچ لطفی نداشتش. و اما مورد دومی هم که میخواستم خدمت شما عرض کنم این بودش که در رابطه با زن ستیزی بود. ما تو زن ستیزی همه عالم ها رو مجرم میدونیم، ولی اما خیلی جالبه که اولین زن ستیز خود زن هستش. چرا من دارم میگم خود زن؟ با توجه به اینکه زنان مدیریت خانه رو دارن، پس ما میتونیم به این مدیر اولیه یک جامعه همون زنه، اون زنی که توی خونه میشینه و بین پسر و بین دختر اختلاف ایجاد میکنه و اونها رو فطرتاً روشن نمیکنه، دشمن زن هستش. از این ضعف هم با هر حزب و هر گروه و هر آیینی هم میاد استفاده میکنه. یعنی ما طبیعتاً فطرتاً ما آدم ها یه موجود منفعت طلبی هستیم، نه ما آدم ها، همه یه موجودات منفعت طلب هستن. خب وقتی که توی یه جامعه مثلا میان میگن آقای پسر شما خوب هستید، میتونید 4 تا زن داشته باشید، 40 تا متفرقه داشته باشید، شما میتونید کلبت داشته باشید، شما میتونید نوکر داشته باشید، خب ما همه میرن دنباله، میگن خب این منفعت من هستش. ولی این مسئله رو خود مادرانم که بهش تن میدن. اگر در خانه همون مادر بیاد بین دختر و پسر عدالت رو، عدالت انسانی رو ایجاد کنه و فرق بین دختر و پسر نذاره، خب فردای این روزگار این دختر و پسر وقتی بیرون از خانه میرن خب مراتب به همدیگه احترام میذارن، همدیگر رو کرامت میکنن. متاسفانه تو جوامع ما بدبختیمون از توی خونه هامون شروع میشه و اونم از مادرانمونه و اونی که مادرانی که کم خرد هستن و پیگیر آشنا کردن خانواده نیست.
این دو تا موضوع رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. عرضی ندارم، خسته نباشید، به همتون میگم. پیگیر صحبتاتون هستم، بسیارم لذت می‌برم. سپاس از شما دوست عزیز. آتیش جان خوش آمدید دوباره. بشنویم خودتون. درود مجدد. درود مجدد، درود به دکتر میترا بابک. ببینید در اسلام من حرفم تمام نشد و چون 3 دقیقه تموم شد نتونستم صحبت کنم. در اسلام یه چیزی هست به نام، حالا یعنی جدید درست کردم، به نام تفسیر قرآن، و این تفسیر رو هر کی یه جوری واسه خودش تفسیر می‌کنه. در اسلام فرقی نداره مرد باش یا زن. از اون موقعی که این تفسیر درست شد به نفع هیچ کس نبود. کسی که انسانیت بخواد راه انسانیت پیشه کنه به نفعش نیست اسلام. اسلام چه مرد باشی، چه زن باشی، چه کودک باشی یا نوجوان، قوانین اسلام به تمام انسان ها ظلم میکنه. وقتی مثلا ببینید تو اسلام میگن مثلا اگر میتونن زن ختنه کنن، حالا دلیلش هم همتون میدونید، یا مرد یه پسر یه کودک یه پسر از همون بعد به تولد توسط پدر مادره، چون تو کلشون هیچی کردن که آقا باید پسرت ختم میشه، بعد به زور میبرن ختم میکنن بدون اینکه اون رضایت داشته باشه. موضوع جنسیت نیست. من هزاران بار گفتم یه آدمی اومدن دو تا آدم با اینکه خودشون مرد بودن اومدن جنسیتی صحبت کردن، موضوع جنسیت نیست. به من مرد هم داره ظلم میشه تو این جامعه، تو این جمهوری اسلام، به خاطر اینکه تفسیر قرآن درست کردن به نفع هیچ کسی است. و یه سری هستن چه مرد باشه چه زن باشه، وقتی که منفعتشون در میون باشه، مرد حالا در مورد ارث و میراث، زن در مورد مهریه‌های میلیاردی، فرقی نداره. این اسلام کثیف با این آموزشی که داده، با این تفسیرهایی که واسه خودشون درست کردن، همه رو دوچار جنون کرده خانم دکتر میتابات. یعنی هممون دوچار جنون شدیم. کسی نیست که جنون نداشته باشه. همه اصلا عصبانی هم کلن هم. من همه قتل این دختر نوجوانه که دیدم واقعا اصلا افسرده شدم. حتی یک روپ داشتم گریه میکردم در این جریان. ولی میبینم که همین اسلام کسی فرقی نداره. خیلی از خانمای ما هم کلن عصبانی کرد. من مثلا میبینم شوهر کشیام دارم میبینم. معذرت میخوام از این، میدونی که در روم ما اسلام کثیف گفتن من است، میدونی در خود اما تکرار میکنه نگوین اسلام کثیف. یک تنفر ایجاد نکنه، نه بخشیدن نیاز نیست معذرت بخواین، حتی اگر مدراتورا بگه ما شکایت میکنیم، نگوین اسلام کثیف. به خاطر اینکه خب خودتون میدونین که هدف من چی است، هوشیار آدم هستی. سپاس. بله حرفتون درسته. من تو اتاق خودشونم که میرم سعی میکنم تو این نکنم که گفتگو پیش بره. فقط کافیه آتیست عزیز فقط کافیه آیات قرآن رو ترجمه کنی بخونی، بویش بالا میه. کافیه دین تازی بویا من تو اتاقای خودشنم که دین تازی قرآن تازی تازی نامه کافیه است. کلی میدونه چی هست نجل خرافه. بله دقیقا. ببینید تو اتاقای خودشنم من با همین آقای حسین خیلی بحث کردم، چندین بار تا الان بحث کردم باش. شما از هر راهی که بریش اونشو میزنن توی کوچه دیگه، فرقی واسهشون نداره، فقط میخوان تو بحث پیروز بشن، نمیخوان گفتگو کنن، فقط دنبال اینه، دنبال پیروزین. اصلا صحبتهای منو نمیشنون، فقط گارد میگیرن جواب منو. مثلا در مورد سوره طلاق آیه 4 که من صحبت کردم، ایشون نیم ساعت با من در مورد سوره بحث کردن. گفتم باشه من حرف شما رو قبول کردم، اصلا این سوره نگفته، بریم سر سوره بعد. گفت نه الا به همه سوره رو بچسبیم. خب بریم سر سوره بعدی، بریم سوره نساء 15 رو باز کنیم بخونیم ببینیم چی نوشته شده. این قرآنی که اومده واسه هدایت من بشه فرقی نداره. حتی اگر یک دونه اشتباه هم باشه باید به شک کرد. حتی اگر یک دونه اشتباه باشه میگم، خب من یه سری هم میدم از جمله مادر خود بنده میگن، من وقتی که این آیات واسه شو کنم دکتر میام واسه شون باز میکنم میخونم، با اینکه هنوز که هنوز داره نماز میخونه و خیلی آدم خوبیه، میان میگن این آخونده دست بردن تو قرآن. خب آیه دیگه ایچ هم هست که میگه آقا ما نگهبان این قرآن هستیم، یعنی کسی نمیتونه دست به این قرآن ببره. یا مثلا آیه دیگه شست اگر میتونید یک آیه مثلش بیارید، یا جای دیگه مثلا مولا اون چیز داره میگه آیه میتونید یک سوره، اگه جای دیگه میگه اگه میتونید یک کتاب مثلش بیارید. ولی نمیدونم شاید یکی اون موقع اون وسط اومده، یکی اومده آیه با سش آورده دیده کوچیک شده اومده با خود زد اگه میتونید یک سوره مهند. واقعا من میگم فرقی نداره، داره به هممون زود میشه.
و خصوصا از اون روزی که اومدن این تفسیر رو درست کردن، بله قرآن قوانین اسلام تماما به نفع مرده، ولی وقتی که تفسیر وارد قرآن شد همه رو درگیر کرد، همه رو گرفتار کرد، مخصوصا جمهوری اسلامی کرد، هیچ کس هم از سر جای خودش آخوند چه آخه به مملکت داره، آخوند چه آخوند بره تو مسجد دینش رو ترویج کنه، ما میتونیم بریم اگه کشور آزاد باشه من میتونم برم نقد کنم، نه که الان کسایی که الان آقای کاوشمیان اینجا صحبت میکنن راجع به دین اسلام با شما با لطافت و مهربانی صحبت میکنن، مطمئن باشید، مطمئن باشید اگر شما رو تو واقعیت ببینن سر شما رو میبرن، اینو مطمئن باشید، من اینو با اطمینان دارم بهتون میگم. و کسایی که مثلا همین آقایی که الان سر همسر خودش رو بریده بود، مطمئن باشید شما اگه کنارش وای میستید باهاش صحبت میکرد خیلی آدم منطقی، خیلی آدم خوبی بوده، آدم دلش واسه همچین آدم ها میسوزه که گرفتارم اسلام هم. من مخالف اعدامم با سر این وضعی، ولی واقعا نمیدونم ما گرفتار چی شدیم بعد این وضعیت بعدی که اسلام جمهوری اسلام واسه ما ایجاد کرده. من خیلی هم صحبت کردم، 5 دقیقه ببخشید. سپاس از خود، من نیومدم گفتم جنبند بگی بگم جنبندی کن که صحبت های تمام شه. فیصل جان هستی خودت؟ خب فیصل نیسته. آقای مولوی بله بفرماین. فیصل جان اگه اجازه بس ما ببخشین یک 5 دقیقه دیگه هم اگه اجازه بدین من اینترنت فعال میکنم. درست اینترنت فعال کو. آقای کابولی رو بشنویم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من حدود نیم ساعت است که منتظر استم اینجا که بخوایم صحبت های مکنم، ولی بدبختانه سرم هم اگه تیر میشه بخاطر که نام ملاس اینجا تعویض هم احساس کردم که شما چقدر در مقابل یک نام که حتی مسلمان باشه ایره و تمام وجودم احساس کردم. و راجع به پروگرام تان که گفت بزنم ایست که عنوانیش جالب بود، از این خاطر آمدم تا برای شما بگویم که چه خوبی ها دین ما داره. ایره دیگه باید کمگی بدانه کسایی که نمیدانه. بازم یک مثال های کوچک برای شما میتم تا شما امیره هم بدانین. اول دین اسلام دو بخش تشکیل شده، یک بخش است که وقت زنده هستیم و بخش دومش وقتی که میمیریم. بخش وقتی که زنده هستیم ما 5 وقت نماز میخونیم، البته این خوبی هایشه. 5 وقت نماز ما را پاک نگاه میکنه که 5 وقت ما مجبور میشیم بدن خودش را شستشو کنیم و 5 وقت ما مجبور میشیم که حرکات سپورت را اجرا کنیم تا امو توازن بدن ما یا صحتمند باشیم. اکثر مردم ها که میخوان صحتمند باشن اونا به فیتنس سنتر یا جم میرن برای از اینکه صحتمند باشن، ولی ما میتونیم که امو را چی کنیم در نماز خود برآورده کنیم و مثل دیگه واره اوورویت یا چاق نشیم، تمام روز پیزا خورده خواه شده. و یکی از فواید دومی که ما روزه میگیریم، مثلا روزه میگیریم سال یک دفعه، همی میده سال از 12 ماه کار میکنه و بر یک ماه بر ریلکسیشن یا تفریح ضرورت داره که سر میده ما فشار کمتر بیه و ما از نگاه سی ایره بسیار از نگاه طبی البته بسیار یک عمل خوب است که همه کس خوبی هاشه. سوم زکات است. زکات ما قسم است که وقت مازال غریب ها خبر میشیم بر اونا زکات میتیم، پول کمک میکنیم برای خانهشون، برنج روغن میبریم و از اول اولشون خبر میشیم. چهارم روزای نماز است. 5 وقت مثلا که در نماز جمعه ما در نماز جمعه میریم در مسجد میشینیم، از اول همسایه خود، از اول مردمایی که در منطقه ما زندگی میکنن از اونا خبر میشیم، از مشکلاتشون خبر میشیم. هفته یک روز روزای جمعه همه قریه یک جای میشه و تا بتونن که از مشکلاتی که در منطقه دارن
آگاه شوند. مثلا امی خوبی رو دیگه جای نداره. اروپایی ها مثلا همسایه دیگهش سالا زندگی میکنه ولی نمیفهمه که نام همسایش چی است. چرا نمیفهمه؟ به خاطر که نمو نقطه میتینگ پوینت ندارن که امرای کیگه ملاقات کنن و بشینن صحبت کنن و کیگه رو بشناسن. و چهارمش اید است که ما در روزای اید میریم خانه یکی دیگه میشینیم با هم دیگه معرفی میشیم، خانه که کلچه میخوریم، کیک میخوریم، از اول که با خبر میشیم. و پنجمشان مرده است. روزی که ما میمریم ما را مردم منطقه جمع میشه، سرشانهای خود میبره و بسیار احترام صدا قبر مندازه و پس سر ما دعا میکنه و میه که اکثر مردم های دیگه که مسلمان نیستن حتی فامیلایشان در سر موزهشان نمیره، از دفتر از حکومت نفر میه موردش دفتر میکنه جمع بندی کنن دیگه. خود دیگه درسته ما خوبیایش بود وقت زنده هستیم، وقتی که ما میمیریم جمع بندی آقای مولوی خود درسته ما خامی اجازه سی خود وقتی که زنده بودیم، نه اول وقتی که ما میمیریم ما میریم بهش. وقتی که ما بهش رفتیم ما امید داریم که در او بهش همراه افتاد دور میباشیم و ما امید داریم که در او بهش به ما بسیار چیزهای داده میشه که برای کسایی که باور ندارن بر اونا داده نمیشه. و ما به خاطر امی امید که داریم بسیار خود راحت‌تر احساس میکنیم نسبت به کسایی که نان بلیورز یا باور نداره. دیگه این یکی خوبیایی بود که ما براتون گفتم. اگر بخواین زیاد بشنوین ما بسیار میتونم این خوبیا را به طولانی بسازم ولی چون که وقت پروگرام شما کم است ما الان اکتفا میکنم. سپاس از شما. من فقط یک دو دانه سوال دارم از شما آقای مولوی. بفرمایید. شما در برنامه قبلی گفتین در کجا درس خوانده بودین؟ در مدرسه ابو حمزه شهر بالاون. بله بسیار عالی. کدام وقت شده که شما رفته باشین براتون بوت خریده باشیم یا کفش نوام بوده، روز جمعه بوده شما رفته باشین در نماز جمعه و بوتتان یا کفشتان گم شده باشه؟ یک سوال. سوال دوم ما، همی پول سوسیال حلال است یا حرام؟ سپاس از شما. بود ما گم شده گای گای که رفتیم ولی در جامعه که جهان سیوم است فقر وجود داره، تنگدستی وجود داره و اشخاصی که مشکلات اقتصادی دارم وجود داره و اونا بوتای ما رو میزنن، این یک حقیقت است که ما نمیشه پنهان کنیم. و دومی که ماش سوسیال اصلا حرام است، کسایی که سوسیال میخورن اونا تمامشان به نظر ما حرام خور هستن. بله سپاس از شما. رادمرد عزیز مایک زده بودی، بشنویم از خودت. سوال اول ما از مولای صاحب شما کردیم در مورد گم شدن بوته روز جمعه بود. مولای صاحب هم خیلی منصفانه جواب داد. یک موضوع کلیدی که خیلی در مباحث در روم های ما بحث شدم همین موضوع حقوق زن قبل از اسلام است. میخواستم امیر یک اشاره کنم. در آیه 39 سوره تور میگه ام له البنات و لکم البنون، آیا خدا دختر داره و شما بچه دارید یا پسر داره شما دختر داره شما پسر دارید؟ در اینجا و در دیگه آیت ما شما داریم که لا تو عزا و منات ثالثت الاخرى که چند تا از الهی مردم عرب قبل از اسلام دخترها بودن. از او بیشتر که ما میریم ملکه سبا بلقیس دختر بود. الهی که در ایران دوره قبل از اسلام شناخته شده بود به نام ناهید دختر بود. من نمیفهمم کدام مردمی که دخترای خود زنده و گور میکنن الهیشان دختر میباشه. این فکر میکنم سرچشمه از احترام به خانم ها بگیره نه از توهین و تحقیر و ارزش نداشتن دخترها.
همین چند نکته را میخواستم بیان بکنم ممنونتون پوی عزیز. سپاس رادمر جان. آقای روشن بشنویم. خیلی ممنون. تشکر میکنم. هر وقتتون خیر باشه. سلام میکنم خدمت شما. عرض به حضورتون، ببینید هر دین یک به حساب در مورد بسیاری از سوالات دشواری که برای انسانها مطرحه جوابهای بسیار ساده ای را در بر داره. از این نظر اونها رو راضی میکنه و بهشون در حقیقت یه آرامشی میده، میرن دنبال کارشون. ولی در رابطه با این چیزی که ما گرفتارش هستیم در افغانستان، در همین جاهایی که در خاورمیانه وجود داره، موضوع دیگه ای هست. یعنی این در رابطه با مسائل سیاسی هستش که به این صورت در اومده. یعنی وجود طالبان یا داعش دقیقا محصول شرایط به حساب سیاسی اون زمان و این زمان به حساب این منطقه هست. کسانی که این بازیگران سیاسی دنیا هستند از اینا منفعت برمی‌دارند، سود می‌برند. دقیقا این کاملا شناخته شده هست و تا حالا هم اینجوری عمل شده. یعنی باز کردن این مسائل که من حالا این مدت اینجا بودم، آیه به آیه بیایید اینا را دونه دونه باز بکنید، بگید که مثلا اینا فرض کنید غیر علمیه یا مثلا این دیگه به نظر زیاد کار به حساب طاقت فرسایی است، ولی فایدهش نمیدونم. چون این چیزها به خاطر مسائل اینجوری که نیست، به خاطر منافع است. منفعت های اونایی که میخوان طالبان باشن، اونایی که میخوان اونا وجود داشته باشن. یک کمربند سبز را میخواستند اون موقع دور اتحاد جماهیر شوروی مثلا به وجود بیارن و این کارم کردن. و الانم به قول معروف از وجودی همچین چیزهایی مثلا در به حساب منطقه اینا سود میبرن. اگر داعش نباشه چطوری بیاد مثلا ترامپ 100 میلیارد دلار به عربستان مثلا چی بفروشه، اسلحه بفروشه؟ یا اگه مثلا فرض کن اون شیعه فوبیا نباشه چجوری بیاد این کارو بکنه در رابطه با عربستان یا جاهای دیگه؟ اینا مسائلش چینا درست کردند و ازش سود میبرند در آینده. یعنی در حقیقت وجود یک همچین به حساب اختلافات مذهبی در بین این ملت ها و اینا اونها رو به حساب مطمئن میکنه چه وضعیت مثلا فرض کن رونق اقتصادیشون پا بر جا خواهد بود. آمریکا مثلا اون جنبش وال استریت که اونجا بود، ماها مثلا اینا اومدن دیگه اونجا چادر زدن تو نیویورک، مثلا گفتن چه این چه وضعشه، 1% جمعیت مثلا آمریکا 99% ثروت رو داشته باشه، آخه این چه وضعشه فلان اینا. بعد از اونجا که رد می شدند می گفتن چه آقا یه جنگی عجب بشه همه اینا می خوابه. و اینجوریه، اینا دنبال به وجود آوردن جنگی های منطقه ای هستند تا از این قضیه سود ببرن. یعنی دقیقا مسئله به قول معروف سیاسیه. مثلا در رابطه با جنگی که در آذربایجان و ارمنستان بود در مثلا 30 سال پیش، مثلا بعد از فروپاشی شوروی، مثلا از ایران از چی از ارمنیات به ارمنیات چیکار کرد، دفاع کرد، یعنی به اونا مثلا چیز داد و حال این که باید میرفت از آذربایجان دفاع میکرد، چرا که آذربایجان شیعه بود و اینا. یعنی در حقیقت میشه گفت اون قضیه سیاسی بیشتر مطرحه تا مسئله این قضیه مثلا فرض کنید اعتقادات و اینا. به هر حال اینا رو نمیدونم، به هر حال درسته این چی میگن، ولی خب به هر حال ادیان یه همچین چیزی هم دیگه. تمام ادیان که شما فکرشو بکنید یه جوری انسانها رو را حالا. ولی در مورد انسانها، خب انسانها به حساب هرچی اعتقاد داشته باشند به دیگران آسیبی نرسونند، به دیگران کاری نداشته باشند، مشکلی پیش نمیارند.
اونایی هم که مثلا میگن سکولار باشه مثلا فلان، همینه دیگه. میگن آ مثلا دولت مذهبی نباشه. چرا؟ چون که مذهب یه امر خصوصی آدم هست، به اونا آرامش میده. دیگه در دولت بخواد بیاد اون وقت مشکل ایجاد میکنه، هم برای اون دولت بودنش، هم برای خود حساب و خود اون مذهبی که قرار امر خصوصی باشه. چون مثلا فرض کنید در رابطه با این دولت احکامی رو باید صادر بکنه که به درد امروز نمیخوره. یه زمانی آره اینا مثلا در بردهداری در زمان مثلا 1400 سال پیش اینا مثلا جایگاه داشته در مورد مثلا برده داشتن و فلان اینا، یا احکامی که در رابطه با مسائل اقتصادی اینا وجود داره. امروز یعنی اینا دیگه مشکل ایجاد میکنه. ببین مثلا فرض کنید در مورد بانک، بانک رو اساسا اینا مثلا چی قبول نداره دیگه. مثلا بانک میگن آه بانک مثلا چیه، یه جوری به قول معروف جنبندی داشته باشین دوست عزیز. آره من دیگه به حساب یاد کاری ندارم، همین منظورم اینه که با این به حساب قرآن و با چیزهایی که اونجا هست بخوایم امروز اقتصاد امروز رو یا مثلا شرایط اجتماعی امروز رو پیش ببریم مشکل خواهد بود، یعنی امکان نخواهد داشت. در ایران هم اون قضیه به حساب چی میگم بهش ولایت فقیه اون اوائلش که مثلا مطرح شد از طرف منتظری اصلا به این منظور بود، میگفتن با این چیزا نمیشه مملکت اداره کرد، باید یه کسی باشه بیاد مثلا حرف آخر رو بزنه، مثلا با منتظر باشه رایت امروز. این اتفاق هم افتاد اولش ها، ولی بعدا اینجوری شد که شد دیگه. تشکر تشکر سپاس از شما فیصل جان. من مایکت دیدم، اجازه بده بانو میترا و کامنت خدا بگذارن بعدا خودت صحبت کن. بفرمایید بانو میترا. از فقط خواستم پوزش بخوام، من دو تا برنامه تلویزیون رو ضبط میکنم و برمیگردم دوباره به اتاق شما، خواستم یه دفعه نرم که فکر کنین همطوری رفتم. به اضافه اینی که امیدوارم اتاق شما باز باشه برای اینکه کامنت های خوبی هستش که در مقابل عزیزانی که صحبت کردن، ولی مطمئنم شما خودتون جوابشون رو خواهید داد به صورت کاملا منطقی. ممنونم ازتون ولی امیدوارم که باشید، من دوباره برگردم. سپاس از حضور شما، روز خوبی داشته باشین. فیصل جان میشنویم شما رو. سلام سلام به همه. خوب است که فرصت پیدا شد کمی صحبت کنیم، بسیار چون زیاد منتظر شدیم که صحبت کنیم اما نشد، یک اینترنت هم خراب بود و هیچ نمیشد. خب من به مو موضوع همی روم شما که آیا اسلام خوبی داره یعنی و سی خوبیش نام بگیرین، اول من سر می خوبی ها و گپ میزنیم باز و اگر گپ تیر شد باز صحبت خواهد کنیم. از نظر ما تا جایی که خودم میفهمم یکی از بزرگترین خوبی های اسلامی است که بسیار موضوعات شاید بیشتر از 500 آیه باشه که این موضوعات در بر میگیره. موضوعات است که موضوعات روز است، موضوعات قرن 21. به طور مثال در مورد موضوعات ساینسی و از ساینس صحبت شده در اسلام، مثلا در مورد سایکولوژی، در مورد طبابت، به می شکل در مورد آسمان، بارش باران و به می شکل تشکیل ابر و همین شکل طبقات آسمان و زمین، این یک موضوع بسیار عمیق است در که از ساینس زیاد در اسلام صحبت شده و بسیار مورد قابل توجه است که چیگونه یک شخص میتونست 1400 سال پیش این موضوعات ارائه کنه که تمامش با موضوعات روز سازگاری داره و هیچ کدام مشکل با او وجود نداره. یکی از بزرگترین مثالش ظاهراً همو expand sky یا مو تو وسعته که آسمان ها کسب میکنه و به شکل بیگ بنگ تیوری که نشأت کائنات رو صحبت میکنه که آتیست ها هیچ جوابی ندارن بر
خط آسمان و بی دلیل فیصل جان که زیاد موضوع خوب است. دوم موضوعات مثل فیصل جان فیصل جان پر کنکشن داری عزیز فیصل، مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی به طور مثال فیصل جان صدای مرا میشنوی؟ فیصل جان اگر صدای مرا میشنوی سوال چی بود؟ خودت بسیار پر کنکشن داشتی، صدایت فهمیده نمیشد. اگر من خواهش میکنم از پیش من میارمت بالا، پس کوشش کن که یک جای قرار بگیری که سیگنال داشته باشه. یک دفعه بیا بالا و بسیار صحبتهای خوب کردی. ما هم میخواییم بفهمیم که چطور یک انسان آمده در یک کتاب نوشته 1400 سال پیش درباره آسمان ها یاد کرده و هیچ تعریفی هم از آسمان ها نکرده. من میخواستم که می تعریفیم آسمان ها را از زبان خودت بشنوم که آسمان چی هست و چی تعریفی داره، چون محمد فقط نام برده تعریف نکرده که آسمان چی هست. بیا بالا، من درخواست برات فرستادم، ولی باید یک جای قرار بگیری که اینترنتت سیگنال بده. ما بازم برات انوایت فرستادم. خب دوستان و مدیراتور کامنت چیزی نداشته باشن، محسن جان صحبت کنه. محسن جان بفرمایید. درود دوستان، خسته نباشین. من چند تا موضوع رو میخوام بگم. یکی اینکه اول از همه خیلی خوشحالم که برادران همزبان افغانیمون و ماها همه با هم توی یه روم هستیم و مشترکاً صحبت میکنیم، که خیلی احتیاج هست که ما زبان مشترک داریم، دلمونم مشترک بشه و به قول معروف نجات پرستی به هم دیگه نگاه نکنیم. دوم یاد کنیم از خانم فرخنده، خانومی که پارسال دو سال پیش بود توی افغانستان قبل از طالبان به اون صورت فجیع کشتن و آتشش زدن به خاطر یه حالا تهمتی قرآن سوزی یا هر چیز دیگه. سوم در مورد قرآن و اسلام میخوام بگم. سلیمان میاد که؟ الو سلیمان میاد. بله صدای شما هست، بفرمایید. در مورد قرآن و اسلام میخوام بگم به شما. اول از همه که شما اگه به قرآن توجه بکنید، ما یه سری سوره مکی داریم، یه سری مدنی. سوره های مکی سوره هایی که قبل از به قدرت رسیدن محمد در شبه جزیره عربستان گفته شده که بهش میگن مکی. شما اگه توجه کنید در کنار محمد یه شخصی ما داریم به نام سلمان فارسی. سلمان فارسی ایرانی کاهن بود که مورد غضب حکومت قرار گرفته و فرار کرد و خیانت کرد، در واقع رفت پیش محمد فیروز. و تموم شما چیزهایی که توی آیه های مکی سوره های مکی میبینید همشونو از زرتشتی وارد کرد، یعنی از ادیانی که مربوط به ایرانیا بود وارد کرد، مثل همین چیزهایی که الان دارین میخوایم اسمشو میذارن دوستان میان میگن خوبی های اسلام، در واقع همه در زمان مال سوره های مکیه و از ایران گرفته شد. ایران اون زمان ایران مثل الان و ایران و افغانستان و یه ایران داشتیم از هندوستان تا یمن تا شمال آفریقا. همه اون آیه هایی که اینا میان میگن به عنوان خوبی همش چیزهایی بود که از اسلام وارد شد، از ایران، از ادیان ایرانی و از فرهنگ ایرانی وارد شد. و چیزهایی که دارن میگن خوبی چیزهایی که توی عربستان اتفاق میافتاد، مثل ازدواج مهاره، مثل کشتن، مثل خیلی چیزهای دیگه تو عربستان اتفاق میافتاد که اومدن از ایرانی ها، از فرهنگ ایرانی گرفتن و خب شد سوره های مکی. میایم سوره های مدنی. سوره دقیقا از زمانی که محمد به قدرت رسید، زمان فتح مکه، شما یه قسمتی اشاره کردین که یه خانومی رو که بچه بغلش بود کشتنش. محمد وقتی که وارد مکه میشه میگه 6 نفر هستن که اینا حتی اگه به پرده کعبه آویزون بودن اینا رو بکشن هر طوری شده. که یکیشون البته حالا اسمش تو ذهنم زیاد نیست، فکر کنم مصعب بود. مصعب کی بود؟ کسی بود که هر چی که
محمد میگفت به عنوان اینکه این آیه ها به من وحی شده، چون خودش که سواد نداشت، این جزو کسانی بود که مینوشت. بعدن اومد مخالفت کرد، گفت این چیزایی که تو داری میگی اصلا همش چرت و پرته، اصلا همچی چیزی نیستش. و اون خانومی هم که شعر میگفتش در برزد محمد، چون اینا فهمیده بودن که این آدم داره یه چیزایی برای خودش میگه، اصلا هیچ کدوم هم درست نیستش، که گفت این 6 نفر رو هر طوری شده بکشین، که یکی دوتاشون وساطت کردن کشته نشدن، بقیهشون رو کشتن. پس ببین نتیجه میگیریم که اصلا اصل این قرآنی که داریم میگیم، و در مورد سوره های مدنی فقط یه توضیح بدم، از زمانی که محمد به قدرت رسید تموم این کشتارها و این که با زنان اینجور رفتار کنید و شروع کرد هی زن گرفتن، و بعد حالا اون قضیه به قول معروف ماریه قبطیه پیش اومد که بعد آیه اومد نمیدونم همه زنان مسلمان به محمد حلال هستن و فلان، اینا همه مال زمان آیه های سوره های مدنیه. و وقتی که محمد به قدرت رسید اون موقع تازه اصل و مایه خودشو نشون داد که بابا من اینم، اسلامی هم که آورد در واقع این بود. اون چیزهایی که شما میان میگن به عنوان خوبی های اسلام در واقع همون سوره های مکیه که از فرهنگ ایرانی وارد شد. شما اگه توجه بکنید توی فرهنگ اصیل ایرانی مخصوصا قبل از اسلام، ما همه جور به قول معروف عید و شادمانی و همه چی داریم، از عید نوروز بگیر تا جشن صدر و چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه داریم، که اینا همه چیزهایی بود که مربوط به ما بود. و قبل از اسلام ما همیشه در شادی و شادکامی بودیم و ملت طوری که زندگی میکردن که به قول معروف هر چند وقت بار عیدی داشتن. پس به طور کلی من نتیجه گیریم اینه که شما باید در مورد قرآن و خوبی قرآن یا خوبی اسلام میخواید صحبت بکنیم، اینه که در مورد سوره های مکی صحبت کنیم و سوره های مدنی قبل از به قدرت رسیدن محمد و بعد از به قدرت رسیدنش، که 180 درجه متفاوته. عذرخواهی میکنم وقت دوستانو گرفتن. سپاس از شما دوست عزیز. دوستان مدراتور سوار چیز صحبتی ندارن، انوشان رو بشنویم. انوشان شما رو بشنویم اگر صحبتی دارین. درودی دوباره. و یک چیز من بگویم دوستان عزیز، اگر دوست مسلمان در پایین هست که میخواه خوبی های اسلام تعریفش داشته باشه برای ما، من دست باز میکنم، خواهشان دوستان مسلمان دست بالا کنن بیان، چون ما در دقایق آخر برنامه هستیم، فقط اگر دوستان مسلمان بیان بالا خوب میشه. بفرمایید انشان. یه لحظه من عذرخواهی میکنم، فقط خواستم خداحافظی کنم، عذرخواهی میکنم وقتتون گرفتم. خدا نگهدارتون باشه. خدای شما نگهدار شما باشه. بفرمایید انشان. بفرمایید تو خود صحبت کن، من فقط یک نکته را میگفتم بعد از خود. نه بفرمایید، باز من بعد از تو. فقط بسیار کوتاه ببخشید عزیزم. پویا جان، دوستانی که اینجا میان کوشش کنین که وقتی که نظر خود را میتن و نظرشون بپردازین، و چون من مشغول بودم برای من 4-5 پیام فرستادین که چرا وقتی میای یک روحانی اهل سنت صحبت میکنن نقدش نمیکنین. هدفشون از کدام روحانی است؟ چون من کنار تلفن نبودم نمیدونم. الان شما کوشش کنین که بعد از حرفای اونا نقد کنین دوستانی که میان، اگر اهل سنت است یا تشیع است. خاطر اینکه دوستان شکایت کردن برام 5 پیام فرستاده، 5 نفر که چرا این روحانی اهل سنت را شما نقد نکردی. من نمیدونم در مورد کی میگن، چون مدیریت را شما دوستان به عهده دارید. معظم دوستانی که پیام فرستادن خواهش میکنم اسم همون روحانی را برای ما بفرستن. سپاس بکاشون. انوشان بفرمایید. سپاس عزیز. خوب من پیشتر دوستا زیاد چیزای مطرح کردن که خیلی خنده دار، و از جمله او کسی به نام مولوی است، نه مولوی است نه ملا، و فقط از رشخندی بود نام میمونن. و همینجا مگه کامنت شد متوجه بودین کامنتش یک نوع تمسخر بود. بعد یک دوستای دیگه اکثر چیزای دیگه رو مطرح کردن. ببینین اصلا این دین از اول شروع کنیم، یک دشمنی خاصی با زن دارد. اونقدر آیه هایی که در کتاب مقدس یا در باره زن است،
تعیین تکلیف برای زناست. خلاصه یعنی به هیچ چیز زن نیست که کار نمیشه. فیصل جان مایکت ببند. فیصل جان سپاس آنشان بفرمایید. من نمیدانم چی دشمنی با زن در کلی دین فقط به خاطر زنا در حقیقت دیزاین شده و جور شده، یعنی در کل هیچ آیتی نیست که به یک به زن ربطی نداشته باشه در بسیار موارد. بگذاریم و دوستایی که اینجا آمدن یک شکل که نمیدانم چیزایی که 1400 سال گفته بود امروز ساینتیست ها عاجز موندن. ببینید قرآن دو بخش دارد، یک بخش از این داستانای بنی اسرائیل است و بخش دیگه هم یک کمی درباره نجوم است و درباره پزشکی است که البته مسائل پزشکی قرآن از پزشکی یونان دزدیدن، خصوصا از تحقیقات گالن که 150 پیش از میلاد در استانبول امروزی زندگی میکرد. اولین پزشکی بود که جادوگری را از پزشکی را از جادوگری جدا کرد. همین بحث نطفه و چیزایی که در قرآن مطرح است دقیقا همش در کتاب نوشته‌های گالن. بعد بحث نجوم هم که بیشترش از نجوم ایران باستان و هند باستان و می یونان باستان اینجا دزدی کردن. البته یک چیز باید مد نظر بگیریم که عربای پیش از اسلام نه وحشی بودن نه جاهل بودن هیچ چی نبودن. اتفاقا و خیلی مردمی درست در یک بین دو امپراتوری قرار داشتن که دور از درقت دور از دسترس هر دو بودن، ولی در کل ما میبینیم اونجا خیلی دموکراسی هم بوده پیش از اسلام. کعبه نمونه ایش است که بتخانه همش بوده، هر سال می اومدن پیمان دوستی میکردن، کسایی که جنگی بودن آشتی میکردن، طواف میکردن، خلاصه به نوعی به بتی هم دیگر کاری نداشتن. این نمونه یک دموکراسی است. بعد ما خدیجه را میبینیم که پیش از اسلام چی عظمت و قدرتی داشته و بعد از اسلام چی میشه. خب مسائل بسیار از این زیاد است که البته در کل بعد بیایم به خود دین برگردیم، یعنی در کل دین هر چی که به نام بدی ما حالا تعریف داریم در حقیقت دین او را آتش شپکه میکنه میشه. برش آیت داره همین بحثی که با مادرت اینجوری باش اونجوری باش در حقیقت ببین خطکشی است، یعنی حتی مادر و پدرت به خاطر الله باید با ایشان خطکشی کنی دوره. اگر مادرت مسلمان بود یک گونه ای رفتار که با ایش، اگر مسلمان نبود گونه دیگری، اصلا مهم نیست. بعد در مورد یعنی جز خودشان جز کسایی که محمد فالو میکنن بدون دیگه اصلا هر کسی دیگه خارج از دایره در کل بهش به دیدی پایین میبینن، به دیدی خلاص خیلی پست و خیلی فرومایگی میبینن. یعنی هر چیزی قاتلی که مسلمان باشد بالاتر از چی است؟ از هر آدمی دیگه است که خارج از دایره اسلام باشد. در دین نه دوستی است، نه مهربانی است، نه عشق است، نه خلاصه، یعنی تو در هیچ چی در دین نمیبینی. آنچه در مورد بیشتی دوستی ما گفت بیشت در حقیقت یک عشرتکده است که هرچی در دنیا حرام است در دنیا او را حلال ساختن، او را دلیل دارد. البته اسلام در جای شبه وزیرستان شمالی که بین افغانستان و پاکستان امروزی است شکل گرفت، در پشت کوه اول شکل گرفت. اولین فالوورهای محمد آدم های مجرد و اینمی آدم های دز و رزنی بودن، در پشت کوه شکل گرفت. در حقیقت محمد، شما سیره محمد بخونین، در خود شهر را ندادنش. بارات قبیله قریش در خود سیره ابن شام نوشته، ابن ساق سیره ابن شام ابن ساق میگه که قبایل قریش میرفتن پیش عبدالمطلب و ازش شکایت میکردن که برادرزاده تا دینی داره، در کی را میپرسته هر کی را دعوت میکند اختیار داره ولی به مقدسات ما توهین نکنه. اینجا نشان میده که محمد چقدر آدم بی ادبی بوده و ایره بار بار به افتخار در لابلای سیره یاد میکنه، به افتخار یاد میکنه ابن شام. و دلیلی هم که محمد حالا از مکه بیرون میکنن به خاطر همین کارایش بوده. و اولین فالوورای آدمای در پشت کو گردنه بودن شبیه طالبای امروز. شما میبینید در بین طالبا کدام زن است؟ هیچ کسی نیست. تمام طالبی که انتیاری میکرد به خاطر یوری بیشتی در حقیقت اینمی دقیقا نسخه اولی اسلام است. اینمی در پشت کو اولین فالوورای محمد آنچه را محمد برشان دادن نمیتونست، مهیا کردن نمیتونست، مکل کرد به یک روز دیگه ای که روز هیچ وقتی آمدنی نیست.
گوا خب شاید خسته میشن شاید نیک 100 درصد تو پشت گوا خسته میشن محمد چی نداشت مجبور بود واره مخشویی کند و بگد که خب یار حالا اگر شما ندارین وقتی بمیرین 70 تا وضعیت دارین بعد او 70 تا هم شبه رباتای همی عروسکای سیکسی که امروز چینجور میکنه شبه است یعنی هیچ وقتی او همیشه باکره هستن و نمیدونم چرا مسئله باکرگی در اسلام خیلی بولد است و حتی اونجا هم خدا منشن میکنه که با یا هر باری که یک بیشتی سیکس میکنه و دوباره باکره میشه خوب اگر باکرگی برشان خیلی مهم است پس نیاز نیست 70 تا باشه اما یکی که همیشه نواسته که هیچی اصلا کنه نمیشه هر بار نو میشه بعد در مورد دوستی ما در مورد چیزایی گفت ما شما در سوره فکر کنم سوره کهف آیه 80 تا 96 هم یاست بس ذوالقرنین است در اینجا یک چیز بسیار جالبه گفته که ذوالقرنین خدا قدرت داد که رفت شرق و غرب عالم دید و دو چیز در مورد طلوع غروب میگه یکی میگه که رفت محل طلوع غروب خورشید اولین بار به محل غروب خورشید رفت محل غروب خورشید پیدا کرد که در یک چشمه گلالو غروب میکند و در این باره حدیث هم البته از تبری تبریز نمیدونم یکی از میگه است که در حقیقت میگه شبا خورشید میرد زیر عرش خدا سجده میکند و صبح وقت برمیگرده و محل غروب طلوع خورشید که میرد اونجا میگه اونجا یک قومی بوده که اصلا هیچ زبانی نمیفهمیدن هیچی هم نمیدانستن ولی از یک طرف میگه که یا برای ذوالقرنین دست به دامان ذوالقرنین شدن و به ذوالقرنین گفتن که او طرف داری ما یک قوم دیگه ستمگر است که به ما ظلم میکنه و هر قدر پول نیاز داری هر چی نیاز داری برات میتیم ولی ما را از یون نجات ببینین اینجا اولی که از لازم همه کتاب جغرافیای کلاس 4 هم اگر بررسی کنیم طلوع و غروب وجود ندارد چرا چون اگر طلوع غروب وجود داشته باشد اما لحظه که خورشید بیرون میشد در چین هم باید ساعت 7 صبح باشد در امریکا هم در افریقا هم در هر جایی ما به اندازی یعنی اینقدر طلوع غروب داریم که به این طلوع غروب یک چیزی که ما اصلا حالا تعریف کردیم اصلا طلوع غروب وجود نداره همیشه یعنی آفتاب این جای اگر حرکت هم میکنه قسمی حرکت نمیکنه که از این سر زمین بره به اون سر زمین و باید با این گونه باید طلوع همزمان در همه جا صورت بگیره که نیست چنین چیزی بعد اینجا اگر یا زبانی نداشتن ذوالقرنین با چی زبانی گفتن که اینقدر مسئله مهمه برش فهماندن و اینجا رو ببینین یعنی داستان بافی به حدیست به حدی مزخرف است که به همه خاطرم یگانت گاردی که مسلمان ها دارن در مورد ترجمه شدن قرآن به زبان این خالص به یک زبان به همه خاطر است میگن همیشه باید عربی کنارش باشد و خصوصا در مورد فارسی زبان ها البته ایگار در مناطق است که با فارسی حرف میزنن ما دالی که در غرب داریم قرآنی اصلا کلن به انگلیسی است حتی در ترکیه قرآنی که کلن ترکیه است اصلا هیچ عربی نداره ولی در موردی نمیدونم چرا در ایران و افغانستان و دیگه کشورهای دیگه اصلا هیچ امکان نداره که اگر قرآن رو ترجمه کنن حالشان یک جنبندی کن عزیز میخواستم میره بگویم که اصلا این دین شبه یک توری ماهیگیری است که تمام بدنش سوراخ سوراخ است یعنی نمیتونی جایزه را محکم بگیری که از یک جایزه باز دوباره یک چیز سر نزنه هیچ خوبی در دین نیست و اگر در دین خوبی بود در 53 کشور اسلامی که دین حاکم است یعنی حاکمیت دارد کشورها حداقل یک روی خوبی خو میدیدن کشورها خو حداقل یک کم خوب دارامش انسانیت زندگی میکردن مردمش که نداریم در 1400 سال سرنوشتشان همسان بوده و هیچ نوع پیشتر یکی از دوستا گفت که افغانستان حتی از امریکا پیرتر بوده و خوب همینجا نمونه شده کشور خود ما میبینیم سپاسگزار که وقت دادین و ممنون از شما سپاس همشون که آمدی در برنامه بودی هستی با ما فیصل جان خودت میشنویم به شرطی که اینترنتت سیگنال بده فکر کنم علام نمیخوایی که صحبت کنی بله بله یک وضو میکردی فکر کنم کمک میکرد بفرما عزیز میشنویم از خودت فیصل جان خب میم در مورد امو ادامه گپایی که صحبت کردم گفتم که یک خوبی اسلامیست که زیاد آیایش در مورد موضوعات ساینسی بیان شده و یک فیصل جان مجبورت میخوایم عزیز برادر یک تا لطفا زیاد آیات هست بگو بیا که در مورد این آیات صحبت کنیم یک بفرمایید یک آیات ما در خدمتتون هستم خب اول میم در مورد مسئله امبریولوژی یا تکامل انسان ها در سوره 23
و آیه 12 الی 14 که به طور مفصل در مورد امبریولوژیکال استیج بیان شده. من خودم دکتر هستم، دکتر نه که موصل هستم، سمستر چهارم طب می خوانم، امبریولوژی هم مکمل خواندیم. چیزی نیست که من بگم نبوده و نخواندیم و نمیفهمم. یک موضوع بسیار جالب گفته که مراحل بیان کرده که نطفه است در رحم و علقه میشه، مدغه به می شکل توان بندی و بالاخره انسان تشکیل میشه. و ای دیگه شک نیست که تمام دانشمندان روی ازی صحبت کردن. دکتر کیت مور که بزرگترین کتاب امبریولوژی را تاکید کرده و خود امی دکتر کیت مور هم بالاخره مسلمان شد. یک موضوع دکتر کیت در مورد امبریولوژی و تکامل انسان ها بخونین آیت را میشه فیصل جان عزیز من بخونین آیت را دکتر فلان دکتر را دور کنین بخونین ما شما عقل دار تجزیهش میکنیم بخونین آیت را نعمت شروعش میکنم آیه 12 ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين معنام کنم یا باشه نه دیگه ما که چیزی نفهمیدیم فکر نکنم 200 نفری که در روم هست یا کلشان عرب هستن بخونین نه مونه خب منام ببینیم بفرمایید من آیه رو خواندم 12 الی 14 از ولقد شروع شد و به خالقین ختم اگر میگین معنام کنم عزیز من معنا کو دیگه لطفا سه یک کلمه توضیح بده معاصر دانش آموز تو هستی یک یک کلمه آیت را به فارسی بخون و برام توضیح بده تا ما بیاموزیم بفرمایید میم شروع میکنیم ولقد خلقنا الانسان ولقد یعنی بتحقیق یا میشه به انگلیسی بگیم verily خلقنا الانسان یعنی خلق کردیم یا آفریدیم یا کرییت کردیم انسان من سلاله سلاله یعنی شیره یا میشه بگیم به انگلیسی quintessence یا مو مجموعه دیگه در اصل من طین از گل یعنی یک مرحله خلقت انسان از گل است که آیا عالم ساینس اثبات رسانده که تمام عناصری که در زمین است در چی هم وجود داره در انسان هم وجود داره یعنی انسان در اصل از گل آفریده شده همینجا استاپ کو عزیزم همینجا استاپ کو که پیش بریم نقطه به نقطه ما با شما پیش میرم و ثابت میکنم که آیتتان کاملا اشتباه است خب علم ثابت کرده که تمام عناصر بدن انسان اجازه بدین شما دیالوگ است علم ثابت کرده که تمام عناصر بدن انسان از گل آمده بسیار خوب بدن انسان چند درصد اکسیژن داره در خودش چند فیصد بدن ما اکسیژن هست بله صدای درست نمی کاوش عزیز حاوی اکسیژن هست چند درصد بدن ما را اکسیژن ساخته اکسیژن دقیق نمیفهمم که چقدر داره از لحاظ فیزیکی اما آب نمیگم براتون مشکلی نیست فیصل جان بله فیصل جان بگذارین دیالوگی باشه من براتون میگم 85 درصد بدن بشر از اکسیژن ساخته شده در گل شما اکسیژن دارین عزیزم گل اکسیژن داره بله بله سیلیکون دای اکساید بله سیلیکون اجازه بدین سیلیکون دای اکساید فرمول رومی ریگ اجازه است سیلیکون دای اکساید اکسیژن در ترکیب خود داره ریگ باشه هر چی باشه سوال فیصل فکر میکنم دیلی داره باید یکم مکس کنین تا بشنون همه صحبتو با فاصله بعد صحبت کنین دیلی داره توی شنیدن فکر میکنم فیصل جان عزیز من ببین ما وقتی میگیم بدن انسان حاوی 65 درصد اکسیژن هست 18 درصد کربن هست 10 درصد هیدروژن هست 3 درصد نیتروژن هست 1.5 و 1.5 فیصد یا درصد کلسیم هست 1.0 فسفر هست پتاسیم یا پتاسیم 0.35 0.35 درصد گوگردم 0.25 سودیم 0.15 مگنیزیم 0.15 و سایر مس سلینیوم فلور کلر اینها تمامشان در حد چند درصد هستند در حد 0.7 یا 0.7 درصد الان شما خب نتیجه گیری دان چی میشه؟ نتیجه گیری ما این میشه که الان شما میگین انسان از خاک آفریده شده
ببین جان برادر، خواب بله. در ترکیب خودش اکسیژن نداره. یک مسئله، خاک در ترکیب خودش نیتروژن نداره. ما استاد کیمیا هستم برادر عزیزم، کاوش عزیز، ما استاد کیمیا هستم. من میگم که آیا ترکیبات ریک چی است، ترکیبات گل چی است، ما یا ما یا ندین که بگویم که ریک از کجا اکسیژن گاز است، اما در ترکیب یک ماده میتونه وجود داشته باشه. استاد شیمی عزیز، بسیار خوب، شما استاد شیمی هستین. انواع مواد، خاک از چند نوع مواد ساخته شده؟ صدقتم درست نمیده. یک اجازه برای محمد، یک سوال بسیار کوچک ازش دارم. من با یه آقا گفتگو نمیتونم، بفرمانو جان خودت. من با فکر میکنم این میگه تمام مواد تشکیل دهنده بدن انسان در طبیعت است. یعنی خب این مواد تشکیل دهنده در طبیعت نباشد، دیگه در فضا باشه، باید در یعنی خارج از یونیورس باشد. این منطقه نمیدونم تو از کجا آوردی. خب تمام پدیده‌های هستی و نوعی از عناصر مختلف تشکیل شدن که همش در روی زمین است یا در جوی زمین است. خلاصه یعنی در کل ما چیزی در هستی نداریم که مواد تشکیل دهنده از خارج از هستی باشد. قربانت شم، کمی منطق به کار بر عزیزم. یعنی سوالت کلا یعنی شما آدم چی از دیدم منطق دور نمیاد. میگی مواد تشکیل دهنده تمام عناصر بدن انسان در روی زمین است، در روی است. خب در کجا باشد دیگه؟ یعنی خارج از هستی باشد. خب صحیح است، درست. خیلی چی باید باشه؟ کاوش عزیز میگفت که اکسیژن در ترکیب بدن ما است اما در خاک نیست. ما باشان گفتم سیلیکون دای اکساید فرمول ریگ است. سیلیکون دای اکساید از دو عنصر ساخته شده، سیلیکون و اکسیژن. اکسیژن که گاز است میتونه در ترکیب یک مرکب باشه، او جامد باشه، مایع باشه. مثلا H2O ما خودم گاز در اوج نمیبینیم، اما در ترکیب آب اکسیژن وجود داره. اینم آب بدن ما و شما. آب بدن ما استاد شیمیا، استاد شیمی فیصل بزرگوار، ما که استاد شیمی نیستم بلکه شاگردش هستم. من میدونم اکسیژنی که در آب است خونسا است. جان من، ما اکسیژن خونسا داریم. چی داری میگی با بشر جان ما؟ خاک از چی ساخته شده؟ مواد سخت یا معدنی؟ به نام معدنی، به نام خاک یاد میشه. موجودات زنده در خاک داریم اما اونا خاک نیستن. آب موجود در خاک داریم اما خاک نیست. هوای موجود در خاک داریم اما خاک نیست. متوجه هستی چی میگم؟ اکسیژن بخشی از خاک نیست. عناصر بدن انسان، عناصر بدن ما، شکل گیریشان در زمین. اکسیژن در ترکیب خاک نیست. شما چیگونه ریک میسازین با در صورت که سیلیکون با اکسیژن تعامل نکنه؟ خوشبختانه باس. پویا جان کنترل کن این دوست ما را که یک رقم بیخی بی‌نظمی میشه و هیچ کدوم به نتیجه هم نمیرسیم. از دعوا و سر صدا و که نیز در خاک و از در خاک، من دارم برای شما ژورنال علمی رفرنس میتم عزیز من. ببین تمام عناصر بدن انسان ژورنال بدن بودن چی است؟ پویا جان هر کدوم خودت پویا نیستی، اگر نیستی که کس دیگه مدیر. فایزل جان اگر میخوایم که صحبت بکنیم عزیزم، بذار کاوش صحبتش تموم شه، یه مکس بکن. چون تو اشتباه میگی، اشتباه که بگی چی کنیم؟ نه عزیزم، فضل صبر کن، شما یه مکس بکن، صحبت کاوش جان رو بشنوی، بعد عزیزم شما صحبت کن، دوباره مکس کن. اوکی صحبت کیمیا رو میگم، جفت کیمیا یه جای قبول ندارم. فایزل جان ببین، شما صحبتات دیلی داره، نتت هم خرابه، صحبتات بد شنیده میشه، خیلی اون وقت اذیت میشن کسایی که دارن میشنون. خب یه مکس بکن، بذار صحبت کاوش تموم بشه، مکس بکن بعد صحبت بکن عزیزم. اوکی کاوش جان مایلی ادامه بدی عزیزم؟ من خب مایل هستم ادامه بدم، اما ایشان دوباره شروع میکنن و نمیدونم روم رو خودت مدیریت میکنی سوان جان یا پویا یا رادمرد؟ پویا بود ولی فکر میکنم یه لحظه دست رو چند. یک لحظه نیستم. بله بله من هستم، روم رو کنترل کنم. من نمیتونم مایک طرف رو ببندم چون من اجازه ندارم، من مدیر نیستم. فقط این چون میگم تأخیر داره در شنیدن، نتش هم خرابه، یه خورده ایجاد اختلال میکنه. والا فایزل جان فکر میکنم دارن خوب صحبت میکنن دیگه. فایزل جان حاضرید ادامه بدید عزیزم؟ بله بله من آماده هستم، هزار بار آماده هستم.
عزیزم فقط متوجه میشی من چی گفتم؟ اجازه بده کاوش تموم کنه، یه مکس بکن بعد شما صحبت بکنید. عزیزم سعی است نشه که 30 دقیقه او صحبت کنه، باز یک دقیقه من صحبت کنم که صحبت کنم با شما در آینده. نه عزیزم ببین ایشون مودریتوره، ولی به هر حال ایشون هم متوجه وضعیت شما هست. اوکی عزیزم بفرمایید کاوش جان بفرمایید. خب من دارم به دوست عزیزم میگم که عناصر بدن انسان تمامش از زمین نیستن. چرا؟ وقتی ما در مورد هیدروژن صحبت میکنیم، هیدروژنی که در بدن انسان است قدامت 14 میلیارد ساله و کم بیش داره، اما زمین ما کمتر از 5 میلیارد سال قبل به وجود آمده. بنابراین هیدروژنی که در بدن ما است مال خاک زمین نیست، مال یونیورس هست و ربطی به خاک زمین نداره. اکسیژن همچنان عمر آنچنانی نداره، نظر به هیدروژن عمر اکسیژن کمتر هست، 5 میلیارد سال قبل کم و بیش، الان به میلیون و میلیون موضوعاتش قدر اینجا ارزش قائل نیستیم. و موادی که در بدن انسان هست، وقتی ما در مورد خاک صحبت میکنیم، ریگ را در جایش بگذار عزیزم، ما در مورد خاک در ابتدا صحبت میکنیم. خاک یا مواد سخت یا معدنی برش میگن خاک. ما در خاک سه چیز داریم. یکی موجودات زنده در خاک داریم که باکتری ها هستن، میکروب ها هستن که اینا بخش خاک نیستن. یکی آب موجود در خاک داریم. آب موجود در خاک بخشی از خاک نیست. مثل چی؟ مثل که ما وقتی صحبت میکنیم انسان آب میخوره، در بدن انسان آب هست، این آب را شما از طبیعت گرفتید. و موضوع بعدی هوای موجود در خاک. هوای موجود در خاک مورد دوم که موجودات زنده در خاک بود و هوای موجود در خاک بود، اینها با خاک مخلوط شده هستند، جزی از مواد تشکیل دهنده خاک ها نیستند. عزیز من خاک از چنین چیزهای ساخته نشده. در ترکیب خاک ما هوای موجود نداریم، اکسیژن در خاک وجود نداره. شما در مورد اکسیژن آب صحبت کردید، اکسیژن آب اکسیژن خنثا هست نه اکسیژنی که غیر خنثا باشه. شما که میگین استاد شیمی هستی، این موارد را باید بدانیم. و در قرآن آمده که ما شما را از چی ساختیم؟ گل یا خاک ساختیم. و در مورد گالین، در مورد سوره مؤمنون آیه 14، در مورد شکلگیری جنین صحبت شده. این موضوع را شما میتونین در نخستین کتاب گالین یا جالینوس که من همین لحظه لینکش را برای دوستان در کتابخانه نشر میکنم، محمد بسیار سرقت شبه علمیه کرده از جالینوس. جالینوس اشتباه کرده خودش در این مسئله، محمد رفته اشتباه از او را نقل قول کرده. متوجه شدی عزیز برادر؟ همین سوره مؤمنون آیه 14، 4 تا مرحله را که انتخاب کرده، 6 قرن قبل از محمد، 6 قرن گالین در کتاب خود این موضوع را نوشته بود. ما برای شما میگیم که این نظریه برگرفته شده از نظریه جالینوس هست، پزشک یونانی، که این موضوعش امروز اشتباه از آب برآمده. اشتباه هست، جالینوس اشتباه کرده بود، محمد اشتباه جالینوس در سوره مؤمنون آیه 14 درج کرده. الان در کدام کتاب جالینوس آمده؟ همون کتاب را من در کتابخانه نسل آزاداندیشان با دوستان با همون 4 صفحه‌ای که مربوط به آیه 14 سوره مؤمنون میشه میگذارم. ببینین که از خدای محمد کده جالینوس داناتر بوده، 6 قرن قبل از تولد الله اوی موضوعات را گفته. محمد از او دزدی کرده، سرقت کرده. عزیز من اینجا موضوع ربطی به خاک نداره. من برات گفتم بخوان سوره مؤمنون آیه 14 را. در سوره مؤمنون نگفته که خاک را چگونه به انسان تبدیل کردیم. اونجا در شکل گیری جنین در رحم مادر صحبت کرده، 4 تا مرحله که اشتباه کرده. اما آیت را گفتم بخوان، دانه به دانه پیش میریم در موردش و جای اشتباهاتی که داره. خود جالینوس ما تو را متوجه میسازم عزیز من. اگر تو به طور مثال اسناد داری، سند داری، دانش آموز دانشکده طب هستی، خب ما که از پشت کو نیامدیم عزیز من. شاید ما هم یک دو کتاب خوانده باشیم در این مورد، شاید بتونین ما را شاگردتان قبول کنین، حداقل استادی کنین برای ما. خب من نمیخوام اینجا دیپلم رخ بزنم و بگم که من مثلا به طور مثال ماستری در فلان چیز دارم. من این موضوعات را خواندم، این تئوری های جدید و تئوری های نوین و تئوری های گذشته تا قبل از
سقراط و افلاطون و فلان و بهمان را ما تمامش را مطالعه کردیم جان من. تو فکر نکن که دو تا چیز پهلو به پهلو کردی حرفای ذاکر نایک پیدا کردی میتونی در چشم بشر خاک بزنی. این حرفای را که تو میگی ذاکر نایک هر روز در رکلام خود میگه. این حرفای تو حرفای ذاکر نایکی است دیگه، کدام از کدام جای اینا را در نیاورده. ما ازت خواهش میکنم که سوره مؤمنون را اول مقایسه کن با کتاب جالینوس یا کتاب گالن امبریولوژیش و بعد بیا بگو که این آیات را چرا الله از گالین دزدی کرده. این را برای ما ثابت کن عزیز من، نه اینکه بیایی والا در خاک اکسیژن وجود دارد. طبق کدام اسنادی را میگی؟ طبق کدام ژورنال علمی که خاک آوی اکسیژن هست؟ اکسیژن وجود داره اما بخشی از خاک نیست. متوجه هستی؟ بخشی از خاک نیست اما وجود داره، هست اونجا. حیوانات هم زیر خاک زندگی میکنن، آیا اونها خاک هستن؟ سپاس. امیدوارم شما از موضوع امبریولوژی گالین شروع کن عزیز من. امبریولوژی گالین را خوانده چی گفته در مورد این مسئله؟ بفرما سوان جان. بخود اجازه بفرما کاوش جان، خودتون هر موقع مایل بودید دخالت کنید هستم. کاوش عزیز، برادر عزیزم، به این معنا نیست که تو هر چیزی بگوی ما قبول کنیم. در مواد خوب دقیق بیان کردی موضوع ای که در خاک کدام عناصر وجود داره و چی نیست. هدف ما این نبود که به صورت خاک جور شده بود. مثلا به طور مثال انسان ها فرض کو از خاک جور شد، سیلیکون در خاک است، اکسیژن است، به صورت ترکیب است. تو گفتی به شکل خونسا وجود داره، اکسیژن با سیلیکون یک جا شده ریک تشکیل داده، اما اکسیژن وجود داره. ما چیزی به نام اکسیژن نمیبینیم. هدف من به می شکل است. شما گفتین که در ترکیب در آب، در آب به شکل خونسا فرق نمیکنه. خوش عزیز قانون کلی کیمیا است، قانون کلی کیمیا است. وقت دو عنصر یک جا میشه خواص خود از دست میده. مرکب وقت ما شما میگیم خواص از دست میره، عناصر. یکی از تعریف های مرکب هم میاد از کمپاوند که باید عناصر خاصیت خاص بدن. این فرق نمیکنه که H2O باشه، سیلیکون دای اکساید باشه، کلسیم کاربونیت باشه، کاربن باشه، کاربن دای اکساید باشه، هر چی باشه. هدف ما این بود عناصری که بدن انسان ساخته، چی عضوی چی غیر عضوی، از چی گرفته شده؟ از خاک. شما ترکیب خاک گفتین که چیز به نام از دو وجود نداره. ببینید برادر عزیزم، در خاک خوب موضوع اصلی را اشاره کردیم که در خاک موجودات چی وجود داره؟ موجودات زنده، موجودات عضوی وجود داره. اول انسان ها در روی این کره زمین را قبول داره، میخواهید دیشتر چک نیست. انسان ها اولین موجودات این کره نیستن. قبل از انسان ها موجودات عضوی دیگر بوده، مثل موجودات که در بحرها می باشن، کرم ها، باکتری ها، یا کلشان مواد عضوی هستن. از سلاله یا از خمیری امو مواد که مثلا یک موجود زنده وفات کرده باشه، از او گرفته شده و انسان ها جور شده. دیگه خوی چک نیست. حال چرا شما این را رد میکنین؟ زیاد چی ها وجود داره؟ شما گفتین چی بگوین؟ دلیل بگوین. دلیل بهترین دلیلاش موضوع سادگورو. مسلمان نیست اما این موضوع راست قبول میکنم که انسان ها چیزی که در خاک وجود داره در انسان وجود داره. من نگفتم که از باید خود خاک وجود داشته باشه در بدن انسان، نه خیر، نه. عناصری که در بدن انسان ساخته، از هیدروژن شروع میکنیم، نمبر اتمی یک تا اوگانیسون اکس داشته. اینی عناصر از 92 و بالا مواد غیر طبیعی در اور انسان ها ساخته، تا 92 در انسان وجود داره، در طبیعت هم وجود داره. دیگه چک نیست. خیونسان از کجا شد؟ خب معلوم باز دیگه از نیمه ده. در مورد هیدروژن دین هیدروژن تاریخش برمیگرده به 14 میلیون سال قبل و از زمین بر بفهمید. نه چه شما خرابه دوباره از زم میدونم باید روز چی کنم. من میدونم اینترنت افعال کردم. صداتون شنیده نمیشه عزیزم. میخواد ما به یکی دو نفر دیگه وقت بدیم کاوش چون نظرت چی؟ خب بله، صدایشان نیست. فیصل عزیز ببین، تو میگه اگر این نیست بله، پس انسان از کجا آمده؟ ببین برادر عزیز، من دارم در بالا و چی را که برای تو من کتاب را گذاشتم، کتاب را هم بخوان، سه تا تصویرش را اسکرین شات گرفتم در چینل کتابخانه گذاشتم که الله چگونه سرقت کرده از جالینوس، سرقت محمد را از کتاب یونان باستان، که این موضوع در قرآن آمده و قبل از قرآن 5 قرن قبل از قرآن کم و بیش توسط جالینوس ذکر شده. یعنی او هم یک خدا بوده. پس جالینوس پرستی را ما شروع کنیم دیگه مجبور، چون هیچ کس نمیدونست جالینوس از کجا دانست. آیا پیامبر بود؟
خب چهار تا مرحلهش را محمد کپی کرده به زبان عربی در قرآن نوشته. چی ربطی به الله داره، چی ربطی به خدا داره؟ این که سرقت است. شما کتاب دیگه کس را میارین کپی میکنین پیست میکنین در مقاله خودتان، باز میگین که من میدانم میره این حرف من هستی که حرف تو نیست، این حرف الله نیست، این حرف جالینوس بوده، حرف گالین بوده. امبریولوژیش را بخون، همین لینک بالا را فشار بده. یک مسئله. مسئله بعدی، ببین عزیز برادر، وقتی ما میگیم زمین شکل میگیره، در 5 میلیارد سال قبل تمام عناصری که زمین را شکل میده اینها با هم قاطی هستند، یک جا هستند. اما اینها به شکلی که خدای شما گفتم من زمین را ساختم و از گل زمین انسان را ساختم به این شکل نیست. ما در مورد سوپ شیمیایی صحبت میکنیم، ما در مورد عناصر ابتدایی صحبت میکنیم، ما در مورد فتوسنتیز ابتدایی که در زیر اقیانوس ها صورت میگرفت صحبت میکنیم. این چی ربطی داره به این مسائلی که شما دارین میگی؟ خب ما برای شما گفتم شروع کنین از این مسئله، از اینجا شروع کنین، بیاین از اینجا شروع میکنین. نه نرفتین، آمدین یک بار دیگر در مورد چی؟ خاک فلان است، خاک بهمان است، موجودات عضوی. موجودات عضوی چی است عزیز من؟ ما در وادی زیست شناسی حیوانات عضوی و غیر عضوی نداریم. این حرفایی را که میگید نمیدونی که چی میگی جانم، وقت تزایی نکنم. مادی عضوی برادرم. بابا جان گفتی موجودات عضوی، ما موجودات عضوی نداریم در وادی زیست شناسی. اگر شما شیمی میخوانین استاد شیمیتین نمیدونم. سپاس فیصل جان، ممنونت عزیزم. من خسته شدم، واقعا خسته شدم، به درد نمیخوره. تو بالای امو دلدل محمد سوار هستی جانم. کاوش ببین فیصل جان، مرسی. اگر کاوش جان اگر سلام میتونی، فیصل جان بذارید ادامه این صحبت یک روز دیگه انجام بدیم که نتتونم بهتر هست که شنونده ها اذیت نشن عزیزم. حتما ما خوشحال میشیم شما رو تو برنامه داشته باشیم. اگر ما هزار میخوام ما آزاد هستم در زمین ساینسی فیزیک کیمیا. عالی عزیزم، منتظرت خرابه. ما خیلی که شما و مدیسن رو و پزشکی رو اطلاعات عالی دارید، خیلی خوشحالیم. ولی یه وقت دیگه با تون صحبت میکنیم که بتونیم یه نت قوی تر شما داشته باشید، بتونیم صحبت های قشنگت رو کامل بشنویم عزیزم. من میخوام از آقای فکر میکنم عبدالرحمن ماک در اختیارتون 3 دقیقه عزیزم. سلام، خیلی ممنون از لطف شما. خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون، اسلام واقعی که الان داره، در واقع اسلام غیر واقعی که الان داره در کشورهای به ظاهر مسلمان ارائه میشه، فرسنگ ها فاصله داره با اون چیزی که در واقع اسلامه. من هم با شیعه مشکل دارم هم با سنی، چون هر دوشون دارن بیراهه میرن و مصداق کلمه ظالمی هستن. دوستان شیعه خب رفتن سراغ در واقع ائمه و احادیثشون که خب همش یا میشه گفت 95% خنده داره، انقدر سطح گفتارش حتی پایینه که نمیشه بپذیرید که اینها واقعا از طرف برگوشت رسانده خدا باشه. برای سنه هم که برداشته برای خودش چند کتاب درست کرده کنار قرآن به نامهای نمیدونم بخاری و طبری و خیلی زیاد هم هستن، از تک تک اینها داره استفاده میکنه و یه سری حرفایی میزنه که هیچ ربطی به قرآن نداره. اگر قرار صحبت از اسلام واقعی بکنیم، اسلام واقعی در خود قرآنش داره میگه که تنها کتاب صدام هست. عبدالرحمن یه لحظه صداتون قطع شده، ادامه بدید. بله، تنها کتابی که از نظر خداوند مشروعیت داره قرآنه، هیچ کتاب دیگه ای نمیتونه کنار کتاب قرآن قرار بگیره. در خودش 2 جا به شما در واقع گفته، من اینجا هم نوشتم، یه جایی نوشته، البته من زبان عربی رو خیلی خوب صحبت میکنم، میگه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، به تو کتابی دادیم که همه چیز در آن است و تو را بی‌نیاز میکند نسبت به هر کتاب دیگری یا هر حدیث دیگری یا هر امام دیگری یا حتی خود حضرت محمد. مگه گفته نشده که او فقط یک بشر است نه بیشتر؟ پس او هم جایز الخطا است. ما اصلا حتی اگر فرض کنیم که کتبی که داره از حضرت محمد نقل میشه
واقعیت داشته باشه هم خیلی عذر میخوام، حضرت محمد به خودش هیچ وقت این اجازه رو نداده که بخواد غیر از کتاب خدا حرف دیگه ای بزنه، بله مگر تفسیر. و اگر هم گفته باشه اصلا شما نباید اونها رو بپذیرید، ایشون پیکی بوده از طرف خدا که برای کتاب قرآن رو بیاره، آورد دستش هم درد نکنه. حالا یه سری ها گیر دادن به اصحابش، یه سری هم گیر دادن به فامیلیش، در واقع همون سادات و ائمه و اینها. این یه مسئله است. یه مسئله دیگه که قرآن یک ظاهر دارد و دو باطن. ظاهر آن دقیقاً چیزیه که ما داریم هر روز میخونیم و میبینیم توی جوامع اسلامی، در واقع به ظاهر اسلامی داره تطبیق میشه. مرد میتونه 4 تا زن بگیره، کسی که دزدی میکنه باید دستش قطع بشه و و و، که اینا همه کذب محضه. من میتونم سر فرصت، چون اینجایی که نشستم خیلی سرده، باید برم سر فرصت. صداتون قطع و وصل میشه عزیزم. تماس میاد برام، دوستمونم پشت سر هم داره تماس میگیره. من میتونم بهتون ثابت بکنم که تمام صحبت های دوستانی که الان یک ساعتی هست من توی گروه هستن، همه شاکی هم. صداتون خوب نمیاد. بله بله، من یه تماس دارم، هی داره زنگ میزنه. همه شاکی هم از دین اسلام، همه هم حق دارن، چون اسلامی که الان داره ارائه میشه اون وجه ظاهریشه که خود خداوند در قرآن گفته ظاهر کتاب من عذاب است و باطن آن رحمت است و بس. ولی باید بتونیم کدگذاریش رو باز بکنیم، باید بفهمیم اونجایی که به شما میگه دست سارق باید قطع بشه، این یک اقتباسه، این به معنی قطع دست فیزیکی نیست، این به این معنیه که باید دست سارق رو از دزدی در واقع قطع کنی، از سرقت قطع کنی، باید تواناییش رو نسبت به سرقت حذف بکنی. مگر خداوند خودش نمیگه ید الله فوق ایدیهم؟ مگه ما این رو ترجمه نکردیم که قدرت خداوند از قدرت آنها بالاتر است؟ اینجا هم دست معنی قدرت میده، ولی متاسفانه چون یه سری افرادی ذاتاً خونخوار هستن و دوست دارن خون بریزن، علارغم اینکه شاید، علارغم اینکه تونستن باطن آیه ها رو پیدا بکنن، ولی اصرار بر سپاس آقای فاضل عزیز، عبدالرحمن، عبدالرحمن سپاس عزیزم. ما قراره دوست عزیز ببینید، ما قراره گارد نگیریم. اگر قرار باشه شما ثابت کنید که من اشتباه میکنم، عزیز من، من همینجا اصلا از همه چیز لفت میدم، اصلا همینجا من ادعای شما رو هم میپذیرم. عزیز من یک لحظه ببین جان برادر، هستن تعداد کافی افرادی که از طرف خدا دروغ میگن، خب هستن، خود محمد هم چون شخصی بود. الان شما به نتیجه گویا از این کتاب وحشتنامه و تازینامه رسیدین، در جایی که گفته دست قاتل را ببرین، از عموی محمد که شما زیادتر میدانین که با محمد یک جا ششت و خیز داشته، و از علی که زیادتر میدانین که در کتاب خودش در نهج البلاغه در سخنان خودش گفته محمد میبرید بلی دست را، محمد دست قطع میکرد. نهج البلاغه حدیث نیست که اگر بگین که سندش ضعیف است، سندش قوی است. نهج البلاغه خطبه علی مولای متقیان هست، خودش اقرار کرده در نهج البلاغه، همین آقای علی، که محمد بله دست میبرید، سنگسار میکرد، میکشت، قصاص میکرد. الان شما میخواین بگین که علی دروغ گفته؟ یکی از مفسرین اسلام ابن عبدالله ابن عباس که عموی محمد بود دروغ گفته، راویان دروغ گفتین، خود علی و آل علی دروغ میگه. یگانه کسی که فهمیده اینجا شاید شخصی باشه به اسم شما، خبی که منطقی نیست جان برادر. محمد خودش گفته که من دست قطع میکردم، قرآن خودش بارها این موضوع را یاد کرده، در سوره مائده آیه 33 عزیز برادر، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا اي يقتلوا او يسلبوا. اونجا هم گفته قطع کنین دست و پایشان را. این آیات شأن و نزول دارن. شما اسلام را میارین مثل شیرپیره به مردم معرفی میگنین، کارتون جنایت از جان برادر. گارد گرفتن یعنی چی؟ اگر قرار باشه فردی گارد بگیره باید مسلمان گارد بگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که سالها حمله کرد، امروز زیر حمله خودش قرار داره، حمله هم حمله غیر فیزیکی. سوره مائده آیه 33 را پس چگونه پاسخ میدین؟ گفتن نکشینشان، ایو قتلو کشتن معنا نمیده.
او یوسلبو به دار آویختن معنا نمیده، گفته در دستشان تناب را آویزان کنین، امرایشون شوخی کنین، گازشون بدین. خیلی عذر میخوام، صحبت های شما درسته، فقط من احساس میکنم شما عرایز بدنه رو خوب توجه نکردید. من عرض کردم هیچ کتابی جز قرآن. شما صحبت از نهج البلاغه با من نکنید، حتی اگر واقعیت داشته باشه و از علی باشه، حتی اگر درست بگه یا درست نگه، نباید برای شما اهمیتی داشته باشه. اسلام کتاب دارد، کتابش هم یه دونه است، اسمش هم قرآنه. محمد خیلی عذر میخوام، من که نمیپذیرم این کارهایی که شما میگید راجع به محمد رو نمیپذیرم، ولی حتی اگر قرار باشه این کارها رو انجام داده باشه هم بگذارید انجام داده باشه، هیچ اهمیتی نداره. کتابی که در دست ماست، اجازه بدید من قصد کردم. لحظه صبر کنین، شما میگید محمد باید انجام داده باشه، شاید گناه کرده باشه. در قرآن آیت داریم که الله شما میگه اگر پیامبر چیزی را از جانب خودش انجام بده و از جانب ما ابلاغ نکنه، دستش را میگیرم قتلش میکنم. چرا محمد الله نکشت؟ دروغ گفته بود الله؟ من فکر میکنم این یه بحث حاشیه ایه که اگر بخواییم سر فرصت راجع به آیات صحبت بکنیم. اول اجازه بدید من عرضم رو به پایان برسونم، کلامم منعقد بشه، بعد بریم سراغ آیات. میخوام اینو به شما بگم، اسلام فقط یک زبان دارد، اون هم قرآنه. هیچ کس دیگه ای نمیتونه بیاد به شما بگه که شما باید این کارو بکنی یا اون کارو بکنی. حلال و حرام کردن همونهایی هست که در قرآن ذکر شده که 14 تام هستن، بیشتر نیستن. هیچ مرجعی در تشیع اجازه نداره کم یا زیاد کنه، یا نمیدونم هیچ صحابه ای اجازه نداره، مثل آقای ابوهریره من داشتم میخوندم که با سگها مشکل داشت، اومد اونها رو کلا نجس خطاب کرد و همه چیز تموم شد و سالها مسلمین سگها رو در واقع راه نمیدادن توی شهرشون. خب میخوام به شما اینو بگم، ما شما گفتین عربی بلد هستین. من عربم فارسی بلدم. نه عربی بلد، شما در اول گفتین که خوب عربی بلد هستین. بله من عربی هستم که فارسی صحبت میکنم، من مادرزادی عرب هستم. فارسی در جایش عزیز من، عربی بلد هستین نیستین؟ اینو برام. بله عربی بلدم. بسیار خوب، واژه انعام در زبان عربی چیگونه اسمی است؟ میشه برام بگید؟ انعام فکر میکنم، البته این باید جزیرگیری بشه، انعام از جمع نعمت باشه. نه نه چی گونه اسمی است؟ اسم جمع است؟ اسم مفرد است؟ بله نه نه جمع، قطعا جمع. جمع چی؟ مؤنث مذکر؟ نعمات میشه جمع نعمت. آقا من حالا شما خیلی تست عربی از من بگیری. اتكلم اللغه العربيه بطلاقه واكثر من طلاقه، كلمني باي لغه اذا تحب اتكلم لك باللهجه العراقيه او البحرينيه او الكويتيه. شما بگو، آیه داری بگو، من در خدمت شما هستم. ممنونم عبدالرحمن، من یه سوالی از شما دارم. شما میگی که قرآن یک زبان داره، چرا خدا قرآن رو به فارسی نگفت؟ ما شدیم کاسی از آشداغ تر. ببینید نه یه لحظه اجازه بده، در عربستان اینا قرآن رو رها کردن، یه دو ماه پیش فرش قرمز داشتن واسه جشنواره فیلم، فستیوال فیلم داشتن، و اینها خانم های با لباس های خیلی آزاد و باز مثل امریکا، مثل جشنواره کن تو فرانسه و جشنواره که تو امریکا دارن داشتن. خب ببینید اونا قرآن رو رها کردن، ما به اون چسبیدیم. این یک، چرا قرآن به زبان فارسی نیومد؟ دومی که شما داره میگه 1400 سال همه این قرآن رو غلط تعریف کردن و 1400 سال مردم زندگی کردن با این قرآن، همه قراره برن به جهنم. حالا معلوم نیست چند هزار سال دیگه باید ما صبر کنیم که این قرآن یک تصویر درستی ازش بدن. اینا اصلا با عقل جور در نمیاد. ازم شما یه 30 ثانیه دیگه صحبت کنیم، من موری جان رو خوش آمد بگم. من فقط پاسخه در واقع فرموش شما، زبان عربی دارای 8 میلیون اندی واژه است، زبان فارسی 1 میلیون خورده ای، زبان فرانسه که نزدیکترین واژگان به زبان عربی رو داره 3 میلیون خورده، البته در رقمی که دارم بهتون میگم شاید 1 میلیون بالا یا پایین باشه. میخوام بهتون بگم زبان عربی حداقل 3 برابر یا 2 برابر نیم نسبت به زبانهای دیگه میشه از کلمات بیشتری درش استفاده کرد. من به عنوان عرب زبان بهتون میگم یک کلمه احترام میتونه 4 معنی بده. احترام خب ببین عبدالرحمن جان، این مشکل رو دو برابر میکنه. چرا خدا؟ بله من برای همین میخوام بهتون بگم، حالا خدا از طرفی به شما چی میگه؟
ببین عزیزم، من مشکلم اینه که خدا چرا نرفت یه زبان ساده اختراع کنه، یه کتابی هم بفرسته با همون زبان و بعد بگه آقا اینو بخونید، رعایت کنید این احکامی رو که من میگم. بعدم خب همه راحت، هر کسی امکانش رو داشته باشه میره به بهشت. خدا سخت‌ترین زبان به گفته شما، من اون چیزی رو که شما میگید تایید نمی‌کنم، به گفته شما سخت‌ترین زبان رو انتخاب کرد فقط برای یه قوم خاصی، بعدم گفت همه دنیا مثلا چینی ها باید بیان عربی یاد بگیرن، یه خود معقول نیست عزیزم. من میخوام وقت رو بدم به زوروان، خیلی وقت منتظر شده، از شرکتت ممنونم. خواهش میکنم، ولی شما اجازه ندید من جمع بندیم. ولی احتمالا شما توجه نکردید. عبدالرحمن جان ممنونم از شرکتت تو برنامه دیگه. بله شما نمیپذیرید. بانو سامان یه لحظه به من اجازه میدید پیش میرید؟ جناب فاضل یه لحظه، شما یک ادعایی رو در همون ابتدای کلامتون شروع کردید که ما از این ادعاها در تازینامه بسیار میبینیم. شما ادعا کردید بر اساس آیه‌ای که در قرآن آمده همه چیز در قرآن آمده. خب ما میدونیم نماز ستون دین اسلامه، شما به من از داخل همون کتابی که همه چیز در آن آمده آیاتی رو معرفی بکنید که این آیات بتونه به من موری یاد بده که من چطور باید برای این ستون دین اذانی رو بگم. این رو شما بگید بعد ما بریم سر بقیه حرف. بفرمایید. عذر بخوام، منظور شما از اذان چیه؟ ببینید خب، من سپاسگزارم جناب، سپاسگزارم، من جوابم گرفتم. چون همچین چیزی توی قرآن وجود نداره و شما وجود نداره. من هم خب باشه، پس ادعای خودتون رو دارید. دوست عزیز خب ادعای خودتون رو، دوست عزیز ادعای خودتون رو که همون ابتدا این ادعا رو وارد کردید همینجا دارید رد میکنید. خب اگر بر اساس سنت باشه، این سنت نیاز به این داره که به یک طریقی به دست ما برسه. حالا این سنت چگونه به دست ما رسیده؟ همون کتبی که شما در ابتدای صحبتتون همشون رو رد کردید. اگر شما اون کتب رو در دست نداشته باشید، حتی ستون دینتون پایه‌اش سست میشه و فرو میریزه. سپاسگزارم. این نظر شماست. این نظر شماست برادر من. ممنونم برادر من. وارد بحث بشیم راجع به این مسئله. اجازه بدید دوست عزیز. سپاس آقای عبدالرحمن که ستون‌ها رو در واقع تعریف کرد. آقای عبدالرحمن سپاسگزارم از شما دوست عزیز. شما گفتین آذان چی است؟ آذان او است که محمد بلال و پشت باب مسجد بالا میکرد میگفت داد بزن. او آذان است. سپاس از شما. اجازه بدن دوست عزیز بایپاس نکن عزیز. بانوسان بفرمایی. بله ممنونم. انوش جان اگر کامنت کوتاه دارید ولی سوالی چیزی در اون ارتباط، من نمیخوام دیگه ادامه بدیم چون ایشون رفتن. اگر کامنت کوتاه دارید بفرمایید بعد بریم به سراغ آقای زوروان. درود، خیلی ممنون. ببینین این دوست عزیزی ما خیلی اصلا چی کرد، یک رقم پیچان، گویا که زبانی عربی میداند ولی خب هر کس زبان میداند ولی هر کس زبانشناس نیست. یکی زبانی عربی 8 میلیون واژه داره و یک زبان دیگه 1 میلیون واژه، به این معنی نیست که تو هر واژه‌ای را خاص هر گونه. ما واژه‌ها را نظر به قرینه در جمله معنا میکنیم. همه واژه وزربون از چی است؟ در یک جای آمده زدن و در جای دیگه یکی از دوستای یک روز معنی کرد قدم زدن. اونجا نفس زدن پای بر زمین معنی میتد، نه اینکه یعنی در کلی ها میخوان مغلطه کنن. یک چون واژه ها دالت یونری مثلا در زبان یونری شعر واژه معنای سوم و چهارم به کار میرد، معنای دوم به کار میرد، یا اصلا فقط واژه رو میگیرن بعد میگن نه اینجا که معنی داره. خب دوست عزیز قرینه ما در جمله میبینیم. اگر در مثلا در یکی از سوره مائده آیه 38 میگه دست و پای دزد ببرین، یعنی کلا واضح میگه. و این همو مسئله است که فرعون در یک آیه دیگه، خدا نمیدونم در آیه چند است، یاد میکنه که فرعون به کسایی که پیروی موسی بودن دقیقاً همین حرف زده بود که دست و پایشان در جهت مخالف ببرین، که محمد دقیقاً همین کار را در حق دزدای میکنه که شتراش دزدیده بودن. این بسی عزیزی ما رفتاش میبود اینجا. ممنونم انوش جان. نه ایشون اصلا یک دین جدید و مذهب جدیدی ایشون آوردن، چون اصلا هیچ چیزی رو تو قرآن قبول نداشتن. عباراتی به این وضوح گفته شده که دست راست یا دست چپ دزد را ببرید و ایشون اصلا همه اینا رو انکار میکنن. فکر میکنم دین ایشون یه دین جدیدی بود، باید دنبال فالوور بگردن. ممنونم آقای زوروان، ممنونم، خیلی تحمل کردید. بفرمایید. بفرمایید. درود بر شما
به خوشنودی اورمز خدای و امشاسپندان پیروزگر و همه خوبان و نیکان و وهان هفت کشور زمین. نخست من خواستم چند نکته رو با شما نازنینان در میون بذارم. نخستینش اینه که من واقعا به راستی خوشحال شدم از این که میبینم هم میهنان آریانایی داریم که با چه فن بیان زیبا، با چه منطق و فصاحتی این نجاست اسلام رو واکاوی میکنن. واقعا دستشون درد نکنه، درود به شرفشون. چون وقتی نگاه میکنیم آریانایی که مهد تمدن، فرهنگ، بابا قلب ایران زمینه، افتاده دسته یه مشت مسلمون واقعا آدمخوار، جای تأسف داره. و وقتی صدای آوای این نازنینان رو شنیدم به راستی افتخار کردم. دستشون درد نکنه. این یک نکته بود. نکته دیگری که میخواستم خدمتتون عرض بکنم اینه که من دیدم خیلی از دوستان سخن از خب اسلام این هندونه جندیده شکافته شد و همه متوجه شدن کمابیش که درونش چی هست، هرچند که هرچه بیشتر درباره صحبت بشه روشنگری بشه باز هم کمه. ولی یک گام اونورترش اینه که خب پس از اسلام رو چه، حالا که اسلام رو واکاوی کردیم پس از اون چه؟ چیزی که هست من دیدم خیلی از جدایی دین از حکومت و این حرف ها به نگرونده بهترین و کارآمدترین راه حلی که برای ما وجود داره بازگشتن به ریشه هامونه. ببینید برای نمونه همون سکولاریسم یا جدایی دین از حکومت، خب ما این رو در هزاران سال پیش از تازش اسلام ما این رو در ایران شهر داشتیم. هرگز دین و حکومت یکی نبوده. ولی چرا ما باید بیایم موقعی که یک چیزی رو در فرهنگ خودمون، در تاریخ خودمون داریم، بیایم و بخوایم از بقیه وام بگیریم این مقوله رو؟ این یکی از هزاران مقوله است. شما نگاه کنید موقعی برای نمونه شاهنشاه همایونی اردشیر بابکان، خب ایشون موبد بود. موقعی که به شاهنشاهی برگزیده شد ایشون رفت و لباس موبدیش رو در آورد. چون این دو فر، یعنی فر کیانی و فر موبدی، نمیتونن با هم در یک جا باشن و در یک تن قرار بگیرن. یک مورد داشتیم که در یک تن قرار گرفت که اون هم جمشید شاه بود که نتیجهش هم دیدیم، ضحاک اومد و با اره نصفش کرد. پس این خودش نشون میده که ما این جدایی دین از حکومت رو ما خودمون داشتیم. اینها چیزاییه که ما در موازات اینی که درباره اسلام، نه فقط اسلام، به کل مذاهب ابراهیمی، چون اینها دین نیستن. خود واژه دین از اوستایی دعنا میاد به معنای وجدان، و تنها چیزی که این مذاهب ابراهیمی ندارن وجدانه. من بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. سپاسگزارم از اینکه به من این فرصت رو دادید و زنده باشید. سپاسگزارم. شب همتون خوش. سپاس از شما دوست عزیز. کاوشان مایک تدن شما رو بشن. ما چند بار مایک دارم متوجه نمیشین متاسفانه مدیران بزرگوار. خب میگذاریم از این مسئله. ببینین دوست عزیز ما که پیشتر آمده بود، اینها دنبال وقت گرفتن دیگران و وقت گرفتن ما و سایر اساتید در اینجا هستن. همین دوست ما که به نام عبدالرحمن بود، چی بود اسمش، ایشان رفتن. اما من چند بار مایک زدم که موضوع را برش توضیح بدم، مداخله میکرد. من مجبور شدم، من واقعیتش گفتگوی دو جانبه ای که در حرفای یکدیگر مداخله کنن حوصله شنیدن را نداشته باشن علاقمندش نیستم. ما میدانیم که قرآن بدون شأن نزول قابل تایید هیچ کسی نیست و آیاتش معنا و مفهوم نداره بدون شأن نزول. شأن نزول قرآن باعث میشه که ما بدانیم آیت چرا گویا برای محمد نازل شده، در حالی که نازل آیتی نازل نشده. خودش این آیات را اختراع میکرد، تر میکرد آیات را تا بتونه ما
داشته های غیر اخلاقی خودش را از جانب خدا حجت بسازه. همان مغلطه توسل به مرجعیت را وقتی ما بیان میکنیم، همین کار محمد بود که میخواست فقط اشتباهاتی که میکرد، امورات بی اخلاقی را که انجام میداد، تایید اینها را از جانب خدای خود بیاره و به چشم مسلمانان و اصحابش خاک بزنه. مثلا در موضوع بریدن درختان، وقتی در حمله بالای یهود بنی نظیر، محمد فرمان بریدن درختانشان را میتونه که نخلهایشان را ببرید، قطع کنید. اصحاب به طرف محمد میبینن، میگن تو نگفته بودی که مگر من پیامبری هستم که بر کسی ضرر نمیرسونم، مگر من پیامبری هستم که نمیخوام کار بدی را انجام بدم، آیا بریدن نخل اخلاقی است؟ محمد زیر سوال میره، میگه باشه بابا جان، من باید به اینا پاسخ بیارم. میره تایید این عمل خود را از جانب خدایش میاره و آنگاه درختان را که قطع کردید این از جانب من بود و خدا دانا و مهربان است. یعنی وقتی درخت را محمد قطع میکنه، مجبور میشه که چیزی را از جانب خدا بیاره تا این عمل غیر اخلاقیش حتی افراد نزدیکش را به خودش مشکوک نسازه. عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح را خود میدونین که اولین کسی بود که با محمد شک کرد. کاتب قرآن بود، کاتب وحی بود. وقتی از خودش در قرآن اضافه کرد، محمد خوشحالم شد، گفت بابا جان صبر کن یک لحظه، این کلام خدا در قرآن که بیان شده که کلام ما تبدیل نمیشه، اما این چی کار است؟ چرا ما میخوایم وقتی کلامش را تغییر بدم تبدیل کنم؟ محمد اندک مخالفتی را نشان نمیده، گفت نه بابا جان، زیر کاسن این کاسه است، ما نمیخوایم با دزدان یک جا شم، برای شما مشخص شد و دیگه نخواست باشه با این در کار. به همین دلیل آیات شرح نزول داره. ما تقریبا حدود 40% آیات قرآن را بدون شأن نزول نمیتونیم درک کنیم که در چی مورد هستن این آیات. اگر بخوایم بگیم که قرآن خودش به خودش پاسخ میده، خودش آیات خودش را شرح میکنه یا شرح میده، ما مجبور هستیم که 40% قرآن را فراموش کنیم، چون 40% قرآن بدون شأن نزول معنا نداره. یک تا سوره مکمل به نام تحریم که 12 آیات داره بدون شأن نزول اصلا معنا نداره که گپ در مورد چی خدا داره صحبت میکنه. یا سوره مائده تقریبا 80% آیاتش بدون شأن و نزول معنا نداره. سوره احزاب تقریبا 95% آیاتش بدون شأن و نزول معنا نداره. پس چگونه اینها میگن که قرآن قرآن را پاسخ میده؟ نمیتونه. قرآن آن کتابی نیست که بتونه خودش مفسر خودش باشه، البته مفسر در حد شأن و نزول، نه در حد اضافه کردن و گرفتن اشتباهات الله که امان محمد بود. بنابراین وقتی ما در مورد قرآن صحبت میکنیم، به ایشان ما گفتم که اونجا گفتین دست دزد، یعنی دست دزد را از دزدی قطع کنین، یعنی جلوگیری کنین از دزدی. خب تفسیر ابن عباس، ابن عباس عموی پیامبر بود، ابن عباس عموی پیامبر بود و همچنان نخستین راویانی که با محمد یک جا نشسته بودن و علیه که در تخت خواب با محمد بدنسایی میکرد. محمد به علی آنچنان نزدیک بوده که وقتی در تخت خواب خود علی محمد میرفته، علی را میبرده بوی بدن خود به علی میداده که بیا بدن مرا بو کو. این علیه که شب تا صبح بدنش در بدن محمد چسبیده بوده داره دروغ میگه و تو آقای عبدالرحمنی که در قرن 21 میخوایی به خاطر اسلام دروغ بگوی راست میگی؟ خب یکی منطقی نیست. از علی که به محمد نزدیکتر هستی، از ابن عباس کرده که عموی محمد بود به محمد نزدیکتر هستی، از ابو هریره کرده که یار و همدم لحظات هر لحظه محمد بود، از او که رازگوتر هستی، از الله کرده که به محمد آیت فرستاده سوره مائده آیه 33 که دست و پایشون را ببرید، اونجا گفته دست و پایشون را نبرید، دست و پایشون را ببوسید، گفته قتلشان نکنین، ببوسینشان یا براشون پول بدین، رخصتشان کنین، کسایی که فساد میکنن در زمین. واقعا از ملاها که اینها خائن تر هستند به نظر من، کسایی که من قرآن را تفسیر بیجا میکنن و اون برداشت کلینی بود، این برداشت ما هست. باز که بگی زبان عربی میدونی؟ بله میدونم. انعام چگونه اسمی از در زبان عربی؟ مؤنث است، مذکر؟ نمیدونم. خب چیزی را که میدونیم میدونیم، چیزی را که نمیدونیم نمیدونیم دیگه. نیاز نیست بیایم بگیم ما اول بیایم به یک شکلی همان مغلطه توسل به مرجعیت، یعنی که من مرجع هستم برای شما، چون عربی میدانم قرآن را من میتونم تفسیر کنم.
اما ندانیم که واژه انعام که نعمت ها معنا نمیده، چهار پایان معنا میده. درست است، اونا را میتونیم بگیم چهار پایان هم گویا نعمت های خداوند هستن، اونا نعمت هستن، اما انعام چهار پایان معنا میده نه نعمت ها. ما انعام نگفتم. مشخص است که زبان عربی وقتی میدانیم بگیم میدانیم، وقتی نمیدانیم بگیم نمیدانیم، و قرآن بدون شأن و نزول معنا نداره. از این دوستان جدید ما، آخوندهای جدید، آخوندهایی که با لباس نوین وارد میشن، کجندیشان دینی، خواهش میکنم که بازی نکنین با آینده مردم. بس از بمین اندازه مجلسی داشتیم، نمیدانم کلینی داشتیم، صدوق داشتیم، یا بخاری داشتیم، مسلم داشتیم، کافی است. دیگه شما در ردیف اینها خودتان را قرار ندین و مانند انسان بگذارین دیگران زندگی کنن. سپاس پولچان. سپاس کوش عزیز. موری جان نمیدانم صحبت کرد یا نه، میخوای ورود به بس داشته باشی یا که سرکاری عزیز؟ سپاس پویا جان، من تازه از سر کار تعطیل شدم و یه درود و عرض ادبی هم داشته باشم خدمت دوستان. در دفعه قبل این دوست عزیز انقدر که داشت این موهومات و لاتایلاتی که در این کتابی که از هفت آسمان نازل شده برای ما با یک آب و تابی تعریف میکرد، در صورتی که خودش همون گونه که کاوش نشون داد حتی معنای یک واژه بسیار ساده در زبان عربی رو نمیدانست، باعث شد که من یه مقداری عصبی بشم و درود و عرض و ادب رو فراموش بکنم. پوزش میخوام از همه دوستان. من چند دقیقه دیگه هستم در خدمتتون و یه توضیحاتی میدم که ببینیم اصلا در این دین عزیز هیچ چیز خوبی وجود نداره. هرچند من اتاق رو نشیدم، شاید یه سری از حرفایی رو عنوان بکنم که تکراری باشه. اگر تکراری بوده لطف کنید بهم بگید که من ادامه ندم و برم بر سر موضوع دیگه. سپاس. سپاس از خودت. کاوشان بفرما. موری جان گفت من عصبی شدم، باعث شد که درود ادبم فراموش کنم. عین ویژگی رو الله در سوره توبه داره. سوره توبه را بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه، چون بسیار عصبی است. دیگه میخواد که فقط اینجا فرمان قتل بده، میگه من دیگه مهربان نیستم. در این سوره من مهربان نیستم بابا. فقط یگانه سوره ای که بسم الله الرحمن الرحیم نداره، اونم به خاطر امان عصبانی شدن الله و متعصب بودن الله است که فراموش شده. موری جان وقتی خدا اشتباه میکنه، خب من تو که باید اشتباه کنیم، مشکلی نیست. سپاس کاوشان. من فقط میخواستم بدانم کاوشان که روم ادامه میدیم یا که روم یک جنبندی میکنیم. جنبندی کنیم چون... بله، چون چند ساعت فکر کنم حدود 5 ساعت 5.5 ساعت شده از روم. نمیدانم راتمن محسن جان. بله، محسن جان صحبت نکرد. محسن جان یک دوره صحبت کردن، یک جنبندی کوتاه از ایشان بشنویم. محسن جان بفرمایید. خب محسن جان نیستن. بانوسان شما میخواین جنبندی داشته باشید؟ دوستان ببخشید من یه ذره کارم. ببینید عذرخواهی میکنم، میتونم صحبت کنم؟ یک جنبندی داشته باشید بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید دوستان، ما چیزی که حداقل تو این روم دیدیم این بود که یه مغلطه هایی هستش از جانب اسلامیون، حالا فرق نمیکنه چه فرقی، یه مغلطه هایی هست که میان یه تفسیری که خودشون دوست دارن انجام میدن و میخوان بگن قرآن و اسلام اینجوری بوده. من حداقل اینو متوجه شدم. شما در هر موردی، حتی یه دوستی در مورد بیگ بنگ صحبت کرد که تو قرآن اومده، شما در هر موردی بیای صحبت بکنی اینا میگن تو اسلام هست، تو قرآن هست. خب ببینید این قرآن اگر خب اینقدر خوبه یا کلام خداست، چرا مثلا توش یه کلمه برف پیدا نمیشه؟ یا مثلا چرا نمیگه زمین گرده؟ چرا هیچ جا مثلا شما پیدا نمیکنید تو قرآن بگه زمین گرده؟ خب اینا علم دیگه. بس من فقط اینو میدونم که باید تفکر کنیم و از همه مهمتر به این جور اتاقا احتیاج داریم، خیلی احتیاج داریم که تفکر باعث شه که خیلی ها باشن. شاید خیلی هم تو اینجا یه چیزایی رو گرفتن، دستشون اومد، به واقعیت ها پی ببریم. عذرخواهی میکنم، خیلی خوب بود. خدا نگهدار همتون. سپاس از شما که در برنامه شرکت کردین.
انوش جان شما میخواین یک جنبندی داشته باشین؟ امیرم میخواستم بگویم جنبندی مایی بود که اول یکی از دوستا بحث دین در ایران پیش از اسلام مطرح کردن که نبوده که بوده. ما نمونهش ساسانی ها را داریم که زمان دین با سیاست خاطی کردن دلیل بیشتر دلیل شکستشان هم بود و همی کتاب های زند و پازند و نمیدانم چی و چی نوشتن داری که تنها ما بخشی که از زردش داریم تنها گاثا هاست. حتی خود اویستا را آخوندهای ساسانی نوشتن و دقیقا کاری که با دین کردن دلیل بربادشان هم بود، دین و سیاست هم خاطی کردن و آخوندهای زردشتی از دل خود هرچی میتراشیدن. نمونهش ما در پیش از اسلام هم داریم. و بسی که مسلمان ها هرچی علم کشف میکند یا میدوند به جان قرآن، بعد یک چیزای شبه اما صدیق افغان ما و شما که بود میگفت که خب پس مثلا در اسلام پنج بینای مسلمانی است و ماشینم پنج چرخ دارد، چهار چرخش حساب میکرد، بعد اما چیزشم فرمانم در جمع چرخ حساب میکرد. یا هم دقیقا همی رقم رب میتن. از جمله یکی از همی دوستا و روز در یک روم میگه که وقتی یکی از دوستای دیگه پرسانش کرد که چرا برق در قرآن نیومده، اصلا برق یک چیزی خیلی پیش پا افتاده است، اصلا این را کودکم میدانه. خب مرد خدا اگری برق چیزی پیش پا افتاده بود در چند قرن، چرا مردم در تاریکی بودن؟ خدا همی پیش پا افتاده را یک در مورد بیادبی مافت، در مورد خشتک مردم آیت میفرسته، در مورد یک چیزی پیش پا افتاده که ضروری تر از این مسائل است آیت نمیفرسته، بگه که خب یک قسم برق ساخته میشه، یک قسم روشنی میاره، بعد شما این را بسازین. مردم ها چندین قرن در تاریکی بودن تا اینکه به اثر زحمت خودشان بالاخره ایره پدید آوردن. و از این دست موارد خیلی زیاده. و یک سر آدم ها هم که من اینجا یک چیز در مورد قرآن که تفسیر پذیر قرآن، در حقیقت ببینید کار یک زبانشناس است و بیشتر کسایی که میگن قرآن تفسیر پذیر است از زبانشناسی چیزی نمیدانند. حالی که علم زبانشناسی به حد بیشتر هر واژه ای را پدر مادرش در میارد و میبینه که واژه با کجا چی ربطی دارد، جایی که در جمله با کار میره، نظر به قرینه چی معنی میدهد. این مسائل خیلی چیزایی هستن که در زبانشناسی و در ادبیات که اردش خوب نوی میشه پیوستی هم هستن و هر کتابی هم که در پلویی که بودی زبانشناسانه داره بودی ادبیاتی هم دارد یا بسیار برایت قابل تشریح و توضیح است. و اصلا از کار یک ملا نیست، یک کسی که زبان بلد است با یک زبانی حرف میزند معنیش این نیست که زبانشناس باشه. همه ما و شما فارسی حرف میزنیم ولی زبانشناس نیستیم. هر کسی هم عربی دانیست به این معنی نیست که زبانشناسی عربی رو میدانم. حرف معمی بود و از پاسگزار که وقت دادیم. روزگارتان خوش. سپاس انوش عزیز. بانوسوان شما میخواین یک جنبندی داشته باشین؟ بله، من کوتاه و خیلی محدود بگم. من تو این 43 سال اخیری که زندگی کردم، البته بالای 60 سالم، ولی 43 سال اخیر کاربرد و عملکرد اسلام رو در کشور خودم دیدم. باید احمق باشم که فکر کنم در اسلام چیز مفیدی هست که تونسته تو این 43 سال به من کمک بکنه، غیر از این که منو در به در بکنه در کشوری، در کشوری که همزبانان من هر کدوم خودشون در به در هستند. باید احمق باشم که فکر بکنم که کمکی به من کرده وقتی میبینم که ما گورخواب و اتوبوس خواب و کارتون خواب داریم. کسایی داریم بهشون میگن کولبر، کلمات تازه اختراع شده ایه. ما کولبر نداشتیم، ما سوختبر نداشتیم. اینا کلمات جدیدی هست که تو دیکشنری ما اومده، توی لغتنامه ما اومده، فقط به خاطر اینکه اسلام رو در کشور ما حاکم کردن و یک عده افراد بیخرد نادان آمدن و احکامی که اصل به هیچ شکلی انسانی و اخلاقی نیست رو دارن حمایت و حاکم کردن در کشورم. باید نادان و بیشعور باشم که فکر کنم این اسلام چیز خوبی به ما داده، حتی یک نکته خوب. ممنونم پویا جان. سپاس از شما بانو سونه عزیز. موری جان شما رو هم بشنویم. سپاس یا که آقای زوربان هم میخواستن اجازه بده موری عزیز، اجازه بده آقای زوربان هم یک جنبندی داشته باشم. درود دوستان، سپاسگزارم. من برادر
همین دوستی هستم که با شما سخن گفت. اگر پروانه بدهید یک پاسخی درباره این شبهه خدمت شما عرض کنم. ببینید مثلا چه که تاریخ رو فاتحان می نویسند، ما بهدینان پس از تازش اسلام، خب طبری مسلمان شده بگیرید تا دیگر امروز آکادمی، مسیحیان و یهودیان و بهاییان و مسلمانان هر آنچه که خواستن تفسیری ارائه دادن از فرهنگ و دین ما. اصول دین بهی جدایی نهاد دیانت و سیاسته، یعنی زمانی که اشو زرتشت بود پادشاه گشتاسب بود، نه گشتاسب جای زرتشت را گرفت نه زرتشت هرگز در سیاست دخالت کرد، و این اصل بنیادین دین بهیست تا آخر زمان، یا آنچه که نابودی اهریمن در روز و پسین نامیده میشه. یعنی تا آن زمان هرگز یک تن نمیتواند هم نماینده دیانت باشد هم نماینده سیاست. مصداقش هم برادرم عرض کرد، در شاهنامه ما داریم، اگر جمشید این ادعا رو مطرح کرد دیدیم که ضحاک آن را برید از دو نیم کرد، یعنی که این نمادی هست از جدایی نهاد دیانت و سیاست. جز این تنها نیم نگاهی به تاریخ ایران پیش از اسلام کافی است. شما یک پادشاه ایرانی نمیبینید که یک فرمان دینی داده باشه، یا یک موبد رو نمیبینید که یک فرمان سیاست داده باشه. بر از این رو من درخواستی که از شما دوستان دارم، این فرهنگ مشترک ماست، فرقی نمی‌کنه آریانا و ایران یک تن است. این که فقط نگاه ابراهیمیان رو، تفسیر اونها رو به فرهنگ و دین و آیین خودمون باور کنیم، این یک مقدار بیمهری به خود خیش هست. بنده آماده پاسخگویی هستم اگر دوستی که این ادعای که البته ادعای ایشان نیست، تمام آکادمیون ابراهیمی این مسئله رو مطرح می‌کنن، ولی سخن دیگری هم که بیفزایم همسان‌انگاری موبدان با آخوندها هستش. این هم یکی از دیوار کوتاه موبدان هست. عرض کردم وقتی که یک کشوری تسخیر میشه، ما در تسخیر همه سویه فرهنگی هستیم دیگه، هم کشورمون هم آیینمون هم فرهنگمون، و اون تسخیر کنندگان هر چه که میخواهند میچسبانند به ما. شما نیم نگاهی کافیست به شاهنامه ببینید که در 200 سال پایان ساسانیان اصلا موبدی در شاهنامه ذکر نشده نامش، و هیچ موبدی نیست. اتفاقا نبود این حکیمان و بخردان هست در پایان دوره ساسانی، و کمبود اینها هستش که باعث اون تشتت و اشکاف فرهنگی میشه. و در آخر یادی کنم از حیدر کرار که در تاریخ سیستان ذکر شده، این روایت متقن تاریخی که فرمان داد به دست نشانده، حاکم دست نشانده سیستان، که تمام ماندگان بهدینان و موبدان ایران شهر رو به بهانه گفتگو و مشورت به سیستان فرا بخوان، و وقتی که آنجا همه را جمع کردی همه را سر بزن. و این حاکم سیستان که دست نشانده عرب مسلمان بود، تمام آخرین بخردان ما رو به اسم مشورت و هم گفتگوی دوستانه آنجا فراخوان، و در پای کوی زاگرس چند صد تن از آخرین بخردان ایران شهر رو در آن زمان سر زد. به هر روی خیلی ممنون که این زمان رو دادید بنده هم شرکت کنم در این گفتگو. اگر بتونم پاسخگوی باشم درباره این ابهام در خدمتم. سپاسگزارم. سپاس از شما. دوستان عزیز، یک خواهشی داشتم، اگر دوست داشتین جوانان آزاداندیش کلاب جدید را فالو کنین و همچنان بانوسوان را هم لطفاً فالو کنین. موری جان، از شما بشنویم. سپاس می‌گذارم. منم کوتاه میگم چون آخر اتاق منم دیر رسیدم. پوزش میخوام از همه دوستان، چند وقتی سرم شلوغه. ببینید، هیچ خوبی در دین عزیز اسلام یافت نمیشه. هیچ خوبی در دین عزیز اسلام یافت نمیشه. اگر هم در اون کتابشون چیزی آمده در باب یک رفتار اخلاقی، آیات دیگری وجود داره که اون آیات رو به نوعی اصلا ما بهتره بگیم از توی اون کتاب حذفش میکنه. یعنی بود و نبود اون آیات هیچ گونه فرقی دیگه بعدا ندارن.
در جایی میگه به پدر و مادر خود نیکی کنید، آیه دیگری میاد و میگه اگر پدر مادرتون مشرک بودند، به شرک ورزیدند، به سمت شرک رفتند، اونها رو به دوستی نگیرید. در جایی میگه در دین عزیز هیچ گونه اجباری وجود نداره، اما در آیات بسیاری به فرض مثال آیه 5 سوره توبه که به آیه سیف مشهوره، دستور به قتل و کشتار میده. خب این دین عزیز با این خوبی هایی که فکر میکنه در خودش جای داده و بعدها این آیات دیگر آمدن و اون آیات خوب رو به نوعی از بین بردن، با اینها چگونه میخوان کنار بیان؟ آیا به این آیه ها توجه میکنند اصلا؟ این مورد اول. حالا من خیلی خلاصه میگم چون آخر اتاقه. مورد دوم، مسائل خوبی که در این کتاب به فرض مثال آمده که گفته با به نوعی مادران خودتون رابطه جنسی برقرار نکنید، آیا یک انسان بدون دین نمیتونه این درک رو داشته باشه که رابطه جنسی با مادر یا خانواده یک امر غیر اخلاقیه؟ خب مواردی وجود داره از این دست در این دین که این دوستان خیلی روش پافشاری میکنن و میگن بله ببینید اینها از خوبیای دین ماست، اما به این ور ماجرا توجه نمیکنن که تمامی این خوبی هایی که از جانب خدا براشون به عنوان یک دستور آمده و باید به این دستورات به نوعی عمل بکنن تا بتونن باعث خوشنودی خدا بشن، تمامی این موارد بدون اون دستورات، بدون اینکه خوشنودی کسی در نظر گرفته بشه و توشه‌ای برای ما پر بخواد بشه برای آن دنیا، میسره. نمونه بارزش همین رابطه جنسیه که خیلی اینها در موردش صحبت میکنند. یا همون به پدر مادر خود نیکی کنید. حالا ما اصلا فرض میکنیم که این آیه هنوز هم که هنوزه کاربرد داره، هنوز که هنوزه باشه این آیه کاربرد داره، این گونه در نظر میگیریم، آیا اگر رسول بزرگوار اسلام از جانب الله این آیه رو دریافت نمیکرد، من موری جفپا میرفتم توی شکم پدر و مادرم؟ خیر. یعنی میبینید یه سری مسائل پیش پا افتاده خیلی ساده در بخشهایی از اون آیات مکی وجود داره که تمامی اونها باید در حال حاضر از توی این کتاب پاک بشه. چرا؟ چون آیاتی وجود داره که به کل این آیات رو پودر میکنه. من از اون اصطلاحی که این آخوندا استفاده میکنن اصلا استفاده نمیکنم به هیچ وجه. چرا؟ چون اصلا این آیاتی که اینها بهش استناد میکنن تماما پودر شده، از بین رفته. خدا یک فرمانی داده و بعد در اون فرمان خودش تجدید نظر کرده، یک فرمان دیگری آورده. از این رویه که من اصلا وارد اون واژه ها هم نمیشم، اون دو واژه که بخوام برای خودشون یک باب فراری رو داشته باشن. بلکه برعکس، این دین عزیز تمامی اون رذیلت هایی که وجود داره رو به نوعی تبدیل به عمل نیک کرده، تبدیل به فضیلت کرده. شما دزدی اگه بکنید زشته، خوب نیست، اما اگر در راه خدا دزدی بکنید، برید اموال مردم رو غارت بکنید، این خوبه که هیچ، خدا هم ازتون سهم میگیره، چون اسمش رو عوض میکنن میذارن جهاد، اون دنیا هم براتون حوری کنار گذاشته میشه. زنا بده، اما تجاوز به زن شوهردار امر اخلاقیه، خیلی هم خوبه، خیلی هم ثواب داره اتفاقا،
رسول بزرگوار خودش زنان رو میگره و بعد اونها رو در بین صحابه خودش پخش میکرد که بهش تجاوز بکنن. دروغ گفتن بده، اینها رو دین عزیز میگه دروغ گفتن. به خال ایرانی کثافت هم بهش در افغانستان گپ بزنه بشه اخبار. بله دروغ گفتن بده. صدق الله العلی العظیم. موی جان میخواستم بگم بله دروغ گفتن بده، دین عزیز بهش اشاره کرده دروغ گفتن بده، اما همین دروغ گفتن در جایی که به نفع دین عزیز باشه بسیار هم پسندیده است و اصلا ثواب داره و اسامی مختلف روی این دروغ ها میذارند. تقیه، توریه، خدعه، اینا همه بده، اما اگر در راه اسلام باشه ثواب هم داره و مسائل بسیار زیاد دیگری که این دین عزیز با روی کار آمدنش و اون کشتارهایی که شکل داد تمامی رذیلت‌ها رو تبدیل به فضیلت کرد. و این رو باز هم میگم، هیچ نکته خوبی در این دین عزیز پیدا نمیشه. حالا اینجا دوستان ارفاق کردن بهتون گفتن سه تا، فقط و فقط یک مورد خوب در دین عزیز اسلام بیاورید. تعدی میکنم بهتون یک مورد فقط. سپاسگزارم از همه دوستان، کاوش جان، رادمرد، بانو میترا بابک، بانو سوام، پویا جان و جناب انوش و همه دوستان. زنده باد آزادی که در گروه آگاهی است. سپاس از خودت موری جان که وقت مدیریت کردی. از بانو میترا بابکم بشنویم اگه جنبندی داشته باشن. خوش آمدین دوباره. خوشحالم که همچنان بودید، ولی خب دیگه آخر اتاق. فقط خیلی سریع عزیزی که گفتن شما با این تایتلتون توهین کردی، اتفاقا من تو کار حرفه‌ای وقتی که کافوتراپی میکنم، اگر که توی وان تو وان احساس کردم یا همون کافوتراپی احساس میکنم که رابطه بسیار اسیدی و خطرناک و داغون شده است و یک طرف قضیه که شدیداً هم زیر ظلم قرار گرفته ولی نمیتونه این رو ببینه، دقیقا همین سوال ازش میکنم. میگم سه تا پنج تا از خصوصیات، سه تا از خصوصیات، هر چقدر میتونی از خصوصیات او به من بگو، چون وقتی متوجه میشم که اصلا متوجه نیست که در چه گندابی و یا در چه مرداب اسیدی قرار گرفته تو این رابطه، اون وقتی که وقت گیر میکنه وقتی این سوال ازش میشه. پس من فقط به اون عزیز یادآوری کنم که این تایتل نه تنها توهین نیست بلکه کاملا یک سوال بسیار بسیار علمی و فقهی بود. ممنونم از همه شما عزیزان. سپاس از شما. کاوش جان شما رو هم بشنویم. وقت مدیریت کنم یا نه؟ بشنویم خودت عزیز. خب باشه، دایرکت فرستادی گفتیم مدیریت کن، میتونستیم اینجا بگی، نیاز با دایرکت نبود. خب دوستان عزیز، از حضور دکتر میترا عزیز، موری جان که داخل آمد، سوان عزیز و انوش جان عزیز و از حضور خودم همچنان سپاسگزاری میکنم و پویا عزیزی که مدیریت کرد از اول تا آخر زحمت کشید و دوستانی که در پایان صدای ما را شنیدن. نکته جالبی که در برنامه ها ما همیشه متوجه میشم، من لیست مغالطات را میگیرم، اما دوستان مسلمان ما به سه تا مغالطه همیشه متوسل میشن که سه تا مغالطه را هیچ مسلمان تا حال نیومده که این سه تا مغالطه را مرتکب نشه. یکی حمله شخصی، یکی نفی اسناد، مغالطه بعدی هم اما مسئله آمار هست. این سه تا مغالطه در هر برنامه ما تمثیل میشه. دوستان باید این مغالطات را متوجه شوند و این سه تا مغالطه را زیادتر بخونند، هرچند اینا مثل بر ما بخی بدیهی شده از بس اینها را میخوانند و کتاب مغالطات آقای خندان هم در کتابخانه نسل آزادند ایشان است، اون بالا میتونین جوین شوین در کتابخانه و کتابای خوبی را دریافت کنین. بانو سوان تمامتان فالو کنین و کلاب نسل، کلاب جوانان آزادی همچنان فالو کنین. فالو کردن بانو سوان یک وجیبه دینی و مذهبی شما دوستان است اگر خواستیم که چیزهای زیادی یاد بگیرید، چون بانو سوان در هر روم نقد اسلام حضور داره.
بنابراین به خاطر که اکثریت اوقات تایم ما فرق میکنه، از ما مثلا روز میباشه، از ایشون شب میباشه، میتونین در جریان روز اگر ما بودم یا پویا بود کلاب های ما را ببینین که اشتراک میکنیم، در مهمان دیگر دوستان میباشیم و جای کم بانوسوان میباشه، اما فقط فوکستان باید روی بانوسوان باشه و ایشان را فالو کنین یک بار دیگر. اگر کسایی که یک بار فالو کردین انفالو کنین، دوباره فالو کنین. باور کنین، خواهش واقعا فالو کنین این بانو رو، من خودم ادمایرشون میکنم که یه روزی من سه بار فالو کردم. گفت که از سر کار و زندگیمون هستیم، زندگی خیلی خوبی هم دارم ولی دغدغم دغدغه ملت ایران و افغانستان، مردم این کره زمینه. پس خیلی خیلی ارزش داره که این عزیزان فالو بشن. و آخرین حرف که پویا جان میبینم اگر رقم کار شده تصویر پروفایلش هم معلوم میشه که میگه وقت را زیاد نگیر، مشغول است، باید کار برم. دوستم یک پیام فرستاده بود، گفته بود که به محمد یک لقب بگوین که ما استفاده کنیم، ما یا پیامبر میگیم اشتباه یا میگیم حضرت محمد. دوستان عزیز، بهترین لقب به محمد رهبر تازی، بهترین لقب برش رهبر تازی است. فکر میکنم که بگویم رهبر تازی، میدونن که هدف ما کی است. رهبر تازیان، رهبر اعراب نبود، رهبر عرب ها نبود، رهبر تازیان بود. تازیان ربطی به اعراب و به فلان و بهمان ندارن. تازی از تاختن و همان تازیدن و رهزنی گرفته شده، رهبر رهزنان یا تازیان. سپاسگزاری میکنم. یک بار دیگه سوان جان را فالو کنید. بدرود. سپاس کاوش نازنین، سپاس از همه دوستان و از شما مدیراتران عزیز که وقت گذاشتین، واقعا آموختم، و از تمام دوستانی که در روم بودن از اول چی که تا حالا و اگر مدتی بودن، از همه سپاسگزاری میکنیم. دوستان عزیز، تا روم دیگر، بدرود عزیزان، و البته از ویروس کرونا و ویروس اسلام دوری کنین، چون اردو موزه رو کشنده هستن. سپاس از همگی. و در مورد قابان باید بگی پویا جان، دوستانی بله. که میخواین بعد بله. پروفایلشون فرم آبی بیا بفرمایید بله. بگو هم اسلام هم قرآن ارد فدای افغانستان ایرانی بله. دقیقاً دوستان عزیز، ما می فریم یا می دایره دور عکس‌ها رو درست کردیم. زیادی از دوستا گفتن که چی قسم یا کی درست کرده. هر کس خواست میتونن عکسش رو برای ما بفرستن، درست میکنیم با یک دایره آبی. میتونن اسم و تخلصشان باشه و میتونن مثلا فریتینکر در آخر داشته باشن، هر قسم دوست داشته باشن، عکس برای ما بفرستن، عکس با کیفیت بزرگ باشه با اسم و تخلص، من برشان درست میکنم. البته تلگرام خودم در بالا پین میکنم تا دوستان داشته باشن. سپاس کوشم. سونجان، آهنگ فرمایشی ندارین شما؟ نه عزیزم، آماده نکردم. باشه، پس بگذاریم پویا جان لینک خود را در بالا پین کنه. پویا جان پین میکنی فکر کنم، درست است؟ بله، این هم تلگرام پویا جان، میتونین برش عکستان را بفرستین، البته عکستان را میگیره و بگین که در بالا از خودش نوشته است پویا فری تینکر. بر شما میتونه اسم و فامیلی خودتان را بنویسه، یا اگر میخواین فری تینکر باشین یا آزاداندیش، میتونین بگین که به جای فامیلی ما فری تینکر را بنویس، و با رنگ آبی براتون میسازه، چون رنگ سرخ مخصوص مدراتورا هست و رنگ آبی هم مخصوص دوستانی که میخواین حمایت کنن. سپاسگزاری میکنم از حضورتان، از اساتید محترم. موری جان مایک میزنه، من میرم که موری جان تورانی صحبت میکنم. نه نه، فقط یه نکته رو خیلی کوتاه بگم، دوستانی که ایران هستن به هیچ وجه عکس نفرستن، چون اصلا این کار عقلانی و معقول نیست. کسانی که از ایران دارن فعالیت میکنن با چهره خودشون فعالیت میکنن، مخصوصا اینکه بخوام به نوعی خودشون رو فری تینکر و این ایدم چون از گروه ماست میتونه مشکلات زیادی رو به وجود بیاره. من فقط این نکته رو میخواستم اشاره بکنم بهش. سپاس. سپاس موری جان. نه مهم عکس نیست، ضرور نیست که عکس خودشان باشه، بانوسان عکس پروفایلشان، این عکس درخت هست همیشه، این رو ما درست کردیم. مهم نیست هر عکسی که استفاده میکنن، فرق نمیکنه، بر اسمی که باشه با ما ربطی نداره، فقط ما خواستیم همی القر هر کس دوست داشته باشه رو پروفایل خود داشته باشه، ایده درست کنیم. سپاس از همگی.